زیادی به معرفی ندارند. ایشون از ایران، از تهران به ما ملحق میشن. ایشان فعال حقوق بشر، روزنامه نگار و عضو شورای عالی سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هستند. در سال 2009 برنده جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لنگر شدند. ایشون از جمله 15 نفر فعال سیاسی و مدنی بودند که در بهمن ماه 1396 با تاکید بر اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. وی از یکی از 7 زنی بودند که خانم کاترین اشتن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن سفری که به ایران داشتند با آنها ملاقات کردند. خانم محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر در مجموع به تحمل 16 سال حبس محکوم شدند. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا در 18 تیر 1399 در زندان زنجان خانم محمدی به همراه 7 نفر زندانی دیگر مبتلا به ویروس کرونا شدند. یکی از اصلی ترین اتهامات ایشان فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و راه اندازی کمپین لغو گام به گام اعدام می باشد. خانم محمدی سرانجام در تاریخ 17 مهر ماه 1399 پس از 5 سال و نیم حبس مدام از زندان آزاد شدن. و الان خانم محمدی میکروفون رو در اختیار شما میگذاریم، بفرمایید صحبتاتون رو شروع کنیم. عرض پوزش روز خانم، خوشبختانه یوتیوب پخشش رو آغاز کرده، میتونن دوستان هر کس هست از یوتیوب هم تماشا کنن. ببخشید. بفرمایید خانم محمدی. میوت هستین خانم محمدی، خودتون رو آن میوت کنید. میوت هستید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. اینجا 4 صبح هست ولی من به شوق در واقع این گفتگو با شما شب رو نخوابیدم، تا الان بیدار بودم. خیلی خوشحالم و امیدوارم که جلسه مفید و مؤثری باشه و بتونم مؤثر باشم، بتونم مفید باشم برای شما. وقتی 30 دسامبر سرکار خانم فیروزه فولادی این دعوتنامه رو برای من فرستادن، در واقع مدت اندکی بود که من آزاد شده بودم و وقتی صحبت 8 مارس شد و بحث در رابطه با جنبش زنان و وضعیت زنان، فکر کردم که خب من شاید این مدت طولانی 5 سال و نیم از کل جامعه بریده شدم و در میان زنان، یک مدت طولانی توی بند عمومی زندان اوین در میان زنان بودم. روایت‌های زیادی رو از زنان زندانی سیاسی، عقیدتی و دانشجوی و فعالان زنان شنیدم و بعد منتقل شدم زندان عادی زنجان و باز هم اونجا در واقع باز در جمع زنان بودم، ولی این بار زنان زندانی عادی که حداقل به خاطر این 5 سال و نیمی که من در بین زنان زندانی بودم، فکر کردم که موظفم در مورد زنان حرف بزنم، چون من این سالهای اخیر رو تمام تجربم، تمام حسم و زندگیم با این زنها بود و همه چیزم رو با اونها به اشتراک گذاشتم، همونطور که اونها با من به اشتراک گذاشتم. 30 دسامبر فکر میکردم که من در مورد اولویت‌های جنبش زنان چی میتونم صحبت کنم. اون لحظه فکر میکردم که خب در واقع از جایی که 8 مارس نشأت گرفت، اعتراض زنان به تبعیض بود و اون چیزی که الان باعث تبعیض در جامعه ما هست چیا میتونه باشه، یا اینکه جنبش زنان در ایران سالیان سالی که داره فعالیت میکنه، هزینه های زیادی داده، زندان های زیادی رو زنها کشیدن،
و ما اگر بخوایم در رابطه با مطالبات زنان اولویت بندی بکنیم روی چی میتونیم صحبت بکنیم؟ شاید اون لحظه به ذهن من میرسید که مثلا حجاب اجباری، چون در واقع حجاب اجباری رو من فقط گذاشتن و برداشتن یک روسری نمیدونم، در واقع همین مسئله تبعاتی رو برای جامعه زنان به وجود آورده که میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. تحقیری که زن میشه، فرودستی که برای زن به وجود میاره. وقتی من زندان اوین بودم و قضیه دختران انقلاب رو اونجا شنیدم، یه نوشته کوچیکی دادم بیرون و اونم این بود که این روسری در واقع عامل تحقیر ما بود، اینکه به اجبار روی سر ما میذاشتن تحقیر ما بود. ما ناگویی که نیمی از جمعیت ایران ناگزیر تن به چیزی داده بودن، بخش مهمی از اون با این موافق نبودن، حداقل با حالت اجباریش موافق نبودن، و اینجوری به اجبار روسری سر مردم، سر زنها کردن، در واقع بیشتر از هر وجه دیگه تحقیر زن بود. و چقدر خوبه که الان زنها همین حجاب رو، همین شال رو سر چوب میکنن و توی معابر، توی خیابونها اینو تکون میدن و عامل تحقیر خودشون رو دارن تحقیرش میکنن، و این جوابیه که میبایستی که این عمل میگرفته. روزهای بعد که در واقع خب من سری توی جامعه جنبوندم و آدمها رو دیدم، دیدم چقدر سایه فقر روی جامعه و به طور طبیعی روی زنان ما داره سنگینی میکنه. و وقتی وارد محافل شدم و صحبت کردیم، دیدم که چقدر همه چیز تحت شعاع فقر قرار گرفته. به نظر من فقر در جامعه ایران الان شکل بسیار خشونت آمیزی گرفته، یعنی تبعاتی که فقر در لایه های جامعه داره میذاره به نظر من چیزی بیش از فشار اقتصادی هست. کاش فقط فشار اقتصادی بود، شاید جبران میشد، ولی متاسفم که بگم که تأثیر بسیار هولناکی و غیر قابل جبران پذیری داره روی جامعه ما میذاره و این خیلی نگران کننده است. و حتی صحبتی که با دوستانم قبل از یک ماه قبل از 8 مارس داشتیم که فعالان زنان بودن و حتی جوانها بودن، فکر کردیم ما اولویت مطالبات زنان رو الان به عنوان جمعی از فعالان زنان چی میتونیم مطرح بکنیم. واقعا جزء مطالبات اولیه جمع ما این بود که مثلا در کنار قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، ما حتما باید به حجاب اجباری اعتراض بکنیم و در واقع حتی یک واکنش مناسب در این مقطع نسبت به این جریان داشته باشیم. ولی همونجا فکر کردیم که آیا این درخواست ما میتونه با اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار بکنه، یعنی آیا ما میتونیم این حمایت رو از لایه‌های مختلف، از اقشار مختلف مردم بگیریم؟ آیا ما متهم به این نمیشیم که در این فقر و تنگدستی و تو این رنجی که ملت توش افتادن، عده‌ای در پایتخت در تهران دغدغه‌ای این چنینی دارن؟ یعنی میخوام بگم که این فقر آنچنان سایه سنگینی روی همه مطالبات، من نمیخوام بگم فقط مطالبات جنبش زنان، روی مطالبات مدنی مردم، روی حتی میخوام بگم مطالبات سیاسی مردم انداخته، که توی این فضا و توی این شرایط کار رو برای فعالان مدنی خیلی سخت کرده. خب بنابراین من فکر کردم که اگر روی موضوع خشونت بخوام صحبت بکنم، بحثی هست که خب خیلی ها آشنا هستن، سالیان سال بهش پرداخته شده، قوانین ضد زن، قوانین تبعیض‌آمیز یا قوانینی که منبعث از یک حکومت دینی هست، طی 42 سال خشونتی رو علیه زنان روا داشته که تبعات سنگینی تا همین الان داشته. به هر کدوم از اینها که بخوایم بپردازیم، واقعا جز اولویت ها هستن. بر اساس تجربه من، من اینجا یه اشاره کوتاهی بکنم
که چرا میگم تبعات سنگین، این واقعا چیزی که اتفاق افتاده تو جامعه ما. ببینید من سال 91 توی زندان زنجان بودم، یعنی اون موقع هم من از زندان اوین غیر قانونی اما از بند 209 فرستاده شدم زندان زنجان و برای اولین بار یک بند عادی و زنانی با جرایم عادی رو اونجا مواجه شدم باشون، که البته برای من خیلی دشوار بود. ولی همون موقع که تعداد الو تصویر شما رو نداریم، صداتون میاد ولی تصویرتون قطع شد. درست فکر کنم درست شد. بله همون موقع من آمار زندانیان اعدامی برای من خیلی تکان دهنده بود، یعنی توی یک زندان خیلی کوچیک توی زنجان در بین زنان سال 91، یعنی 8 سال پیش 9 سال پیش، تعداد زندانیان خیلی زیاد بود ولی اغلب اونها مربوط به قاچاق مواد مخدر بود که اون موقع هنوز قاچاق مواد مخدر در واقع بحث اعدام رو داشت. ما فقط 3 نفر اونجا اعدامی داشتیم که بر اثر در واقع قصاص به محکوم به اعدام شده بودن. توی اون 3 نفر اعدامی ما 2 نفر داشتیم که همسرانش رو کشته بودن و من همون موقع گفتگویی که داشتم باهاشون دقیقا به دلیل این بود که اینها از حق طلاق برخوردار نبودن و چنانچه اونها از حق طلاق برخوردار بودن نه اون مردها کشته می شدن و نه این زنها به قصاص محکوم می شدن. مثلا حتی روسایی بودن، یعنی اینکه کاملا با مقوله‌ای مثل طلاق و این سبک جدایی چه تو فرهنگ و چه تو قانون در واقع آشنا نبودن و بنابراین اتفاق افتاده بود. برای من خیلی جای تعجب بود که وقتی سال 98 وارد همین زندان شدم با همون مساحت با همون اتاق ها و با همون شهرستان، من در واقع آماری که گرفتم از زنانی که به دلیل مشارکت یا معاونت در قتل یا به اتهام قتل در واقع اینها به اعدام یا احکام بسیار سنگین مثل 30 سال و 25 سال محکوم شده بودن. تعداد اینها از 2 نفر در سال 91 در یک شهرستان کوچک مثل زنجان به 16 الی 17 نفر در سال 98 رسیده بود در یک فاصله زمانی 7 ساله و این خب به لحاظ آماری خیلی تکان دهنده بود، یعنی واقعا رشدی کرده بود که آدم نمیتونست بپذیره. مثلا توی اینها شما تصور کنید که خانومی بود که تحصیلات عالیه داشت، همینطور خانومی بود که از روستا اومده بود و باز توی تحقیقی که همینجور گذرا توی صحبتهایی که انجام میشد نهایتاً به این نتیجه میرسیدی که این خشونت که به مرز در واقع کشتن یک فرد پیش میره بعد به قصاص میرسه یا حتی به یک نمونه به سنگسار حتی منجر شده بود ناشی از چی میتونه باشه؟ یعنی این بحث خشونت واقعا بحث خیلی قابل توجهیه توی این اتفاقاتی که میفته و سراغ این آدم ها که میری. اگر این فرد هر کدوم از این افراد میتونستن طلاق بگیرن و این حق رو داشتن که سراغ طلاق برن، مثلا من با یکی از اینا که صحبت میکردم میگفت همسر من میدونستم با کس دیگه ای رابطه دارم ولی حاضر نبود منو طلاق بده و وقتی من هر بار که باش صحبت میکردم که من باید طلاق بگیرم میگفتش که نه من طلاق نمیدم تو رو و تو باید همینجا با لباس عروس اومدی و باید با کفن بری و بنابراین این هم دستشون به جایی نمیرسید و طلاق نمیتونستن بگیرن. علاوه بر این که حالا چه اتفاقای وحشتناکی توی زندگی این آدم ها میفته و اینها قربانی چه چیزهایی میشن که واقعا در یک جامعه متعادل اصلا شما هیچ وقت به گوشتون نمیرسه، نهایتا اینه که به یک خشونت بزرگتر منجر میشه. یعنی همین نداشتن حق طلاق، باور کنید توی این پرونده ها، من همه این پرونده ها رو یادداشت کردم، منجر به کشته شدن 2 الی 3 مرد میشه. یعنی این واقعا با هیچ معادله جور در نمیاد
که چرا زن نباید حق طلاق داشته باشه و این باید منجر به بروز خشونت‌های خانوادگی، اجتماعی و نهایتاً چیزی مثل قتل بشه که اون مرد کشته میشه. خب قاعدتاً این خانم‌ها به دلیل نارضایتی که توی این زندگی‌ها با این آقایون دارن، معمولاً اکثرشون اینجوری بودن، جز یک نفر توی این 16 نفر که با یه مرد دیگه به هر حال توی یک رابطه قرار میگیرن. بنابراین توی قتل اون شخص هم هست، بنابراین اون هم محکوم به قصاص و اعدام میشه. و معمولاً توی این موارد مثلا اینجوری بود که پدر دختر خودکشی کرده بود، پدر پسر خودکشی کرده بود، یا حتی بعضی ها که درگیر این رابطه های متعدد شده بودن و پاشون به پرونده باز می شد، یکی دو مورد داشتن خودکشی کرده بودن. یعنی من می خوام بگم که وقتی در رابطه با حق طلاق ما صحبت می کنیم، واقعا فقط این نیست که یک حقی از زن تضییع شده. من می خوام بگم تضییع این حق تبعاتش چی هست؟ تبعاتش آنچنان پردامنه هست که اگر یک نگاه دقیق جامعه شناختی به این جواب، به این نوع جوامع بشه، میبینن که حتی نه از سر دغدغه حقوق زن، بلکه واقعا خیلی عجیبه، ولی از دغدغه تأمین امنیت مرد باید بهش بپردازن. یعنی این حکومت و این قانون و این مردان فکر میکنن که این قوانین به نفعشون هست، اما اگر دقیق موشکافی بشه میبینید که بسیاری از این آسیب‌ها متوجه خود مردان هم هست. یعنی این جامعه، من سؤالم اینه، این جامعه بابت چه چیزی اینگونه در تلاطم خشونت افتاده؟ آیا جز اینه که حکومت و برخی از مردان سر چیزی دارن اصرار میکنن که در نهایت حتی به ضرر خودشون داره تموم میشه؟ بنابراین برنده خیلی مردان و حکومت هم نمیتونن باشن، برای اینکه در مجموع همه اونها درگیر پرونده هایی میشن که از توش اعدام و قصاص و خشم و خشونت و حتی ممکنه منجر به اعدام زن هم بشه، ولی به ازای کشته شدن چند نفر یک رابطه به وجود میاد، در حالی که با یک طلاق به راحتی میتونن که این مشکل رو حل بکنن. بنابراین میخوام بگم که ببینید، وقتی من موضوع خشونت و زنان رو میخواستم صحبت بکنم، ولی اینها مد نظرم بود، مسئله حجاب یعنی واقعا منجر به خشونت هایی در بین زنان و در لایه های مختلف جامعه میشه که در یک نگاه گذرا آدم خیلی متوجه اون نمیشه. این حجاب در واقع با زنان این جامعه چه کار میکنه؟ چه بلایی سر اونها میاره؟ چقدر اونها رو از خودشون و از هر از جامعهشون، از محیط خودشون بیگانه میکنه؟ چقدر اونها رو به وادی میکشونه که هرگز، اگر که یک چنین اجباری نباشه، هرگز وارد اون وادی ها نمیشن. بنابراین اگر میخواستم که صرفا در رابطه با بحث زنان و خشونت وارد بشم، خب در طبقه بندی که اصولا وجود داره، نقش حکومت و به خصوص حکومت دینی رو باید مورد بررسی قرار بدیم، نقش قانون رو باید مورد بررسی قرار بدیم و نقش فرهنگ و مناسبات مردسالاران در جامعه رو، و هر کدوم از اینها خب بحث های خیلی مفصلی هست. اما اینکه توضیح دادم که هرچی در واقع زمان بیشتر گذشت توی این 5 ماه و هرچی من در واقع تمرکزم این بود که آره، بعد از انقلاب هم همین اتفاق افتاد، انقلاب اومد و مطالبات زنان رو تحت شعاع قرار داد، با اولویت دادن به انقلاب و به ثمر نشستن در واقع مطالبات آزادی خواهان و عدالت جویان، اون چی که به فراموشی سپرده شد علارغم این که زنها خیلی تلاش کردن و پیش نتونستن ببرن، مطالبات زنان بود. بنابراین بعد از اون هم کم و بیش این اتفاقا ادامه پیدا کرده و الان ما با یک جامعه مواجه هستیم که واقعا فقر در اون جدی هست و من میخوام بگم که با از بین رفتن در واقع اون طبقه متوسط که نقطه اتکای ما مثلا در جنبش زنان یا در جنبش های اجتماعی، کارگری، معلمان، دانشجویان، روزنامه نگاران و اصناف و بقیه چیزها هست، تحت شعاع قرار گرفته، اینه که فقر عامل بسیار تعیین کننده ای هست. و الان فرض کنید، برای مثال باز میخوام مسئله رو، ضرورت این بحث رو بگم. ببینید، من وقتی میشنیدم که زنی به دلیل اینکه حاضر نشده که تحت تسلط یک مرد، سلطه‌گری یک مرد
زندگیش رو ادامه بده. حتی اگر بچه هم داشته باشه، وقتی ناگزیر میشه که جدا بشه از این آقا، حالا یا میتونه طلاقش رو بگیره یا اینکه جدا میشه، من احساس میکردم که خب این به هر حال یه بخشی از مبارزه است. برای اینکه تحت تسلط مردان نباشیم، آره یه جاهایی هزینه هایی رو داریم میدیم که یکی از اونها طلاق هست. بنابراین برای من خیلی مسئله نگران کننده ای نبود. اما وقتی فقر رو به این معادله اضافه میکنید، معادله خیلی پیچیده است و در موردش در واقع آدم به این سادگی نمیتونه قضاوت بکنه. آیا اون چیزی که در اون نوع طلاق من به نفع زن میدیدم آیا در شرایط فعلی وجود داره؟ وقتی که من توی زندان زنجان بودم متوجه شدم که خیلی از این خانم‌ها بعد از اتفاق طلاقی که براشون افتاده، اینها وارد یه حوزه‌هایی شدن که قبل از اون هیچ وقت نبودن. یعنی در این فقر و در این تنگ دستی و در این ناچاری اونها وارد حوزه هایی شدن که به جای اینکه از آسیب تحت سلطه یک مرد بودن در واقع نجات پیدا بکنن، به یک آسیب هولناکتری دچار شده. یعنی هم در واقع وارد بحث جرم شدن، هم اینکه اون سطحی از زندگی رو که قبلا داشتن رو از دست دادن و هیچ وقت نتونستن جبران بکنن، و یکی هم این که از اون تسلط یک مرد خارج شدن ولی متاسفانه وارد گروه ها، وارد جریان ها، وارد شبکه هایی شدن که در تسلط بسیار شدیدتر و بدترین قرار گرفتن. بنابراین میخوام بگم که زنان متاسفانه علاوه بر این که در شرایط عادی قربانیان این خشونت هستن، که این خشونت رو گفتم از چه چیزهایی نشأت گرفته و مطالبات زنان برای مقابله با این خشونت روی چه چیزهایی توی جنبش زنان متمرکز بود، متاسفانه در چنین شرایطی تحت شعاع قرار میگیره. و میخوام بگم که از سطح مطالبات ما، از نوع کنشگری ما و وضعیت زنان ما متأثر از فقر میشه. فقر عاملی هست که خشونت رو رو به تزاید گذاشته. فقر عاملی هست که خشونت رو در اشکال جدیدتری علیه زن به وجود آورده. فقر در واقع میخوام بگم که اولین قربانی خودش رو از جامعه زنان انتخاب میکنه. همونطور که در بحث جنگ اولین قربانیان زنان هستن، در بحث فقر و تنگدستی و وضعیت بد اقتصادی باز اولین قربانیان زنان هستن. و این باعث میشه که فرض کنید که بر اثر فقر طبقه متوسط وقتی که با یک بیماری، با یک اعزام به یک بیمارستان یا یک بیماری صعب العلاج به در واقع به زیر خط فقر سقوط میکنه، این فقط به این معنی نیست که به لحاظ اقتصادی سقوط میکنه. بخش مهمی از مطالبات اون اقشار جامعه هم تنزل پیدا میکنه. بخش مهمی از زنان متعلق به اون طبقه متوسطی که در شرایط کنونی به زیر خط فقر سقوط میکنن، حتی در رابطه با مطالبات زنان هم یا دیگه اونها نادیده گرفته میشه یا واقعا سقوط میکنن، که این وضعیت اسفباری رو برای همه طبقات جامعه، البته از کارگر و از معلم گرفته تا دانشجویان و الان قاعدتاً برای زنان رقم زده. و وقتی مسئله کرونا هم بهش اضافه شده، باز متاسفانه وضعیت زنان در جامعه ایران رو به بحران‌های جدی گذاشته و اینها با در بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به این وضعیت، نسبت به زنان، نسبت به اقشار آسیب‌پذیر، ما می‌بینیم که در واقع و بسته بودن دست نهادهای مدنی برای کمک رسانی به این اقشار جامعه، میبینیم که ما تلفات زیادی رو توی این قسمت داریم. من میخوام بگم که اگر که نقش فقر رو در تنزل سطح مطالبات زنان، در نوع کنش‌ورزی زنان در نظر بگیریم، در یک قیاس خیلی مختصر اون چیزی که جنبش زنان سعی کرده بود که بهش برسه و سعی کرده بود که این مطالبات رو مطرح بکنه، در واقع الان نمیخوام بگم گامی به عقب گذاشته، برای اینکه
این افزایش سطح آگاهی در بین مردم در واقع یه همچین چیزی رو برگشت ناپذیری رو غیر ممکن کرده، ولی حداقل اینه که از اون رتبه خودش تنزل داده و این مسئله نگران کننده ای هست. در مقابل چنین وضعیتی در جامعه ایران ما متاسفانه نهادهایی رو نداریم، نهادهای مدنی مستقل قدرتمند مردمی نداریم که توی این بحران‌ها وارد بشن و قدری از آسیب پذیری این افشار جامعه رو بتونن ترمیم بکنن. در واقع سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه ای تا کنون پیش رفته که با جلوگیری از تشکلیابی و شکلگیری انجمنها، جمعیتها، سندیکاها، اتحادیه‌ها که خب تشکل زنان هم جزء اونها بوده، در واقع به سمت و سوی رفته که حتی الان میبینید که مثلا خیریه ها رو حتی درش رو دارن میبندن. یعنی جمعیت امام علی که از قدیم من شنیده بودم که چقدر به زنان بی سرپرست رسیدگی میکنه، چقدر به کودکان کار و کودکان خیابانی رسیدگی میکنه، الان توسط دولت آقای روحانی در واقع انحلالش رو از قوه قضایی خواستن، یا یک جمعیتی به نام باور سبز که به معلولین رسیدگی میکرده که خب بخشی از اونها زنها بودن و الان درخواست انحلالش رو کردن. من میخوام بگم که در افزوده شدن هر کدوم از این عوامل به اون چیزی که من گفتم، وضعیت خیلی هولناک‌تر میشه، وضعیت خیلی در واقع خسارت‌هایی که میخوره خیلی جبران ناپذیرتر میشه و این خیلی نگران کننده هست. مسئله دیگه که در کنار این باید بذاریم که چجوری به این بحران ها دامن میزنه اینه که برای زن ایرانی یک تضادی بین ذهن و عین به وجود اومده. ببینید همونطور که در دو قرن پیش در غرب در واقع این تضاد عین و ذهن، یعنی اینکه برابری مطرح میشد، یعنی اینکه مباحث روشنگری، روشنفکری مطرح میشد، هر کدوم از اینها زنها رو به این تضاد میانداخت که خب اگر اینها برای همه انسان‌ها هست، ما هم جزء اون هستیم و در این تضاد اونها رو تحریک و ترغیب به فعالیت برای دسترسی به حقوق خودشون می‌کرد که از جمله اونها حق رأی برای زنان در غرب بود. این اتفاق در ایران در شرایط کنونی به این شکل هست که زن ایرانی با توجه به سطح تحصیلات خودش، با توجه به آگاهی که کسب میکنه و در واقع اون چیزی که از غرب و دنیای پیرامون خودش میگیره و در واقع ذهنش برای اون زندگی آماده هست و در واقع با اون آشنا هست، در زندگی عادی و روزمره خودش با قوانینی مواجه میشه، با شرایط جامعه‌ای مواجه میشه که این رو در یک تضاد خیلی هولناک قرار میده و این یک بحرانی رو برای زنها به وجود آورده. یعنی اینکه الان زنها در واقع با اون سطح مطالبات، با اون تصویر از زندگی، با اون چیزهایی که از محیط پیرامون خودشون، از کشورها، از غرب، از همه جا توی فیلم، توی سریال، توی اخبار و اطلاعات که دارن میگیرن و با شرایط که در جامعه خودشون وجود داره مقایسه میکنن، در واقع این باعث شکلگیری اعتراض‌های بسیار جدی شده. یعنی من میخوام بگم که در این سطح اگر با در واقع قضیه مطالبات زنان بخوایم بحث بکنیم، اینه که این مطالباتی نیست که تصور کنیم که مثلا با سختگیری نظام جمهوری اسلامی ایران یا با اعمال برخی قوانین که الان میبینید توی مجلس در حال بحث و گفتگو هستن برای بارداری زنان، بچه آوردن زنان یا بقیه لایه‌هایی که بردن توی مجلس و مورد بحث و چالش هست و جنبش زنان، من میبینم که بیانیه هایی که دارن میدن، مثلا بحث مهریه و اینها که شده بود، ببینید من میخوام بگم که با این نوع در واقع تنظیم قانون، تدوین قانون، اجرایی کردن قانون، با این نوع مواجهه با جامعه نه تنها بحران های ما حل نخواهد شد، متاسفانه باید بگم که بحران‌های ما جدی‌تر خواهد شد و اگر راهی برای برون رفت از این بحران‌ها به وجود نیاد، متاسفانه خشونت در ابعاد گسترده‌تر و حتی در اشکال جدیدتری خودش رو توی جامعه
نشون خواهد داد. یعنی میخوام در واقع این وضعیت موجود رو به نوعی به تصویر بکشم که با این وضع در واقع قوانین و ساختار حکومت و سیاست‌های کلان حکومت و با این در واقع آگاهی که در بین اقشار مختلف از جمله زنان وجود داره و عدم جامعه مدنی قدرتمند که حکومت اجازه نمیده جامعه مدنی قدرتمندی داشته باشیم، نهادهای مدنی قدرتمندی داشته باشیم که بتونه سطحی از مشارکت مردم برای حل بحران‌ها رو داشته باشه، بتونه در واقع حفاظت بکنه از حقوق مردم، محافظت بکنه از حقوق مردم یا نظارت بکنه، متاسفانه جامعه به سمت و سوی داره میره که در این عواملی هم که توی قسمت اول بحثم گفتم ما به یک بحران‌های جدی در جامعه داریم نزدیک میشیم. این که در واقع چه کار باید کرد و نقش فعالان مدنی در جامعه ایران چی میتونه باشه و اینکه آیا حمایت هایی که از خارج از کشور میشه برای برون رفت از این بحران چی میتونه باشه، اینا بحث هایی هست که میشه بهش بپردازیم. بخش من گلوم خوش شده، باید برم یه آبی بردارم بیارم بخورم. گفتم ساعت 5 صبح ایرانه، من خیلی عادت ندارم این موقع بیدار باشم. من یه لیوان آب میارم اگه اشکالی نداره. بفرمایید خانم محمدی. ببخشید. خیلی معذرت میخوام. نه خیلی معذرت میخوام. خواهش میکنم. یه بحث کوچیک دیگه ای که میخواستم در کنار این، البته اگه فرصت داشته باشم مطرح بکنم که سعی میکنم توی 10 دقیقه یه رو جمع‌بندیش بکنم، در واقع همون بحث کتاب من هست در رابطه با شکنجه سفید که تجربه 12 زن زندانی در زندان اوین رو من نوشتم توش و خب سلول انفرادی به دلیل اینکه مصداق بارز شکنجه هست و اتفاقاتی که توی سلول میفته، حتی نه اینکه فقط در ایامی که فرد متهم توی سلول هست تحت این فشار و خشونت قرار میگیره، بلکه حتی بعد از آزادی ممکنه که تا سالیان سال شاید تا آخر عمرش هم تحت این فشار روحی و روانی قرار بگیره و به خصوص وقتی بحث زن در سلول انفرادی، زن در زندان مطرح میشه و همون نظام سلطه‌ای که در جامعه به خصوص از طرف حکومت علیه زن اعمال میشه، در سلول انفرادی در با یک ضریب بزرگتری ضرب میشه و علیه زن اعمال میشه، شکنجه خیلی هولناکی هست که 12 زنی که من باشون مصاحبه کردم و تجربه که البته خودم توی سلول انفرادی دارم نشون دهنده این میزان خشونت هست. بسیاری از فعالان جنبش زنان در طول این سالها در واقع جزء قربانیان این شکنجه هستند. یعنی کسانی که برای در واقع طرح مطالبات خودشون، برای به دست آوردن حقوق خودشون، اگر در جامعه اقدامی هم کرده بودن، از طریق حکومت در واقع یک بار دیگه قربانی خشونت شدن، اون هم از طریق برده شدن توی سلول‌های انفرادی و تحت این شکنجه‌ها قرار گرفتن هست. در واقع توضیحی که من در رابطه با بحث سلول انفرادی که چرا شکنجه هست دارم اینه که وقت کسی که تجربه سلول انفرادی رو داره، وقتی که وارد سلول میشه و این دری که پشت سرش بسته میشه،
در واقع این به دنبال این هست که از انسان ارادش رو سلب بکنه و در واقع اون تسلط مطلق بازجو رو علیه فرد زندانی، فرد متهم اعمال بکنه. و اینکه در شرایطی قرار میگیری که اون شرایط شرایط زیست انسانی نیست، یعنی اینکه اگر در شرایط عادی بهره‌مندی از نور، نمیدونم از هوا یا از مجالست یا همصحبتی با یک نفر دیگه امر کاملا معمول و رایجی هست، اما اونجا در واقع به یک نقطه فشار بر متهم تبدیل میشه. و وقتی در کنار این بلا تکلیفی و ابهام در وضعیت زندانی رو اضافه میکنی که در توی سلول وارد میشه و اما هیچ وقت نمیدونه که کی از سلول میتونه خارج بشه، آیا میتونه یا نمیتونه، یا ممکنه که ماها و حتی یک سال توی سلول بمونه، این خودش فشار رو روی زندانی آنچنان زیاد میکنه که ممکنه که حتی در واقع منجر به یک اختلالی از دست دادن تمرکز فکری اون بشه یا ذهن اون رو در واقع دچار اختلال بکنه. و هر کدوم از اینها آسیب‌ها و گزندهای خودشون رو دارن. خب به هر حال ما میدونیم که انسان روابط اجتماعی داره که با اون روابط اجتماعی و با ارتباطاتی که برقرار میکنه با محیط پیرامون خودش هویتی رو کسب میکنه که در سلول انفرادی در واقع با قطع این ارتباطات اجتماعی، با قطع این روابط به دنبال این هستن که هویت فرد رو در واقع ازش بگیرن. وقتی که وارد سلول انفرادی میشین، شما حتی همه لباساتون از شما میگیرن، شما چیزی از بیرون که بویی از شخصیت خودتون، از هویت خودتون، از خود بودن خودتون داشته باشه اون رو از شما میگیرن. مثلا اینکه شما همواره اونجا چشمن میزنید، این برای اینه که هیچ ارتباطی فرد زندانی با محیط پیرامون خودش نتونه برقرار بکنه، یا اینکه اونجا شما در سکوت و انزوای مطلق میفتید، یا اینکه اونجا آینه ای وجود نداره که مثلا شما تو این آینه خودتون رو ببینید، یعنی حتی یه چیزی که شما رو به خودتون یادآوری بکنه، حتی چهرتون رو از شما میگیرن. شما مدت‌های طولانی وقتی توی سلول هستین و از سلول میایین بیرون، اولین باری که توی آینه نگاه میکنین یه حالت شوک به آدم دست میده که هم آشناست و هم بیگانه است. مدت‌ها حتی چهره خودتون رو ندیدید. یا مثلا خیلی ها توی تجربه هاشون میگفتن که ما رو توی سلول به اسممون صدا نمیکردن، یعنی اینکه من حتی اونجا اسمم رو نمیشنوم، این نرگس برای من آروم آروم بیگانه میشه، حتی من با نام خودم فاصله میگیرم. مثلا توی سلول میگن زندانی شماره مثلا 14، زندانی شماره 15، و شما حتی اسم خودتون رو هم دیگه به گوشتون نمیرسه. یا زندانبان بهش دستور میدن مثلا تا 2 هفته حتی وقتی قضا رو به شما میده هیچ کلامی با شما رد و بدل نمیشه و آدم حتی صدای انسان رو فراموش میکنه. گاهی وقتی آدم خودش با خودش حرف میزنه و میخواد به دنبال یک چیز آشنایی میگرده که یه چیزی از خودش رو به خودش یادآوری بکنه، و توی این شرایط هست که در واقع فرد متهم بر اثر فشارهای روحی و روانی به مرحله میرسه که اون مرحله، مرحله کم آوردن یا شکستن هست. سلول انفرادی در واقع کارکردی که تا الان داشته این هست که وقتی توی سلول انفرادی قادر به ادامه در واقع تحمل این شرایط غیر انسانی در تنهایی، در انزوا، در بیکسی و در بیپناهی توی یک محیط خیلی کوچیک که احتمالاً به اندازه قدت هست و دو دستی که باز میکنی که به دو طرف دیوار میخوره یا حتی دو برابر اون هست، مدت‌های در واقع طولانی میمونی، اتفاقی که میفته اینه که اون چیزی که باعث تحریک و تحرک مغز میشه، یعنی اخبار و اطلاعاتی که عموماً به طور عادی به آدم‌ها در محیط عادی زندگی میرسه اونجا مختل میشه و هیچ چیزی نمیرسه و مغز کار نمیکنه مگر با همین اطلاعاتی که بهش میرسه، با همین داده‌هایی که تحلیل میکنه. و مثل بدن انسان هست که نیاز به خوراک داره برای اینکه بتونه کار بکنه، برای اینکه بتونه
درست کار بکنه. و برای مغز هم همین اتفاق میفته که وقتی این بیخبری محض اتفاق میفته، وقتی ندیدن و نشنیدن و هر چیزی که با این پنج تا در واقع حس ما باعث تحریک مغز میشه و این از بین میره، در واقع کارکرد مغز اونجا دچار اختلال میشه و اتفاقی میفته که ازش به عنوان شکنجه سفید نام میبرن یا به عنوان شستشوی مغزی ازش نام میبرن. و توی این شرایط هست که در واقع یه بستر مناسبی برای بازجو به وجود میاد، چون کس دیگری جز فرد بازجو با زندانی در تماس نیست. مدت ها میگذره و حتی بعضی از زندانی ها میگن ما حاضر بودیم که خودمون درخواست بدیم که بازجو رو ببینیم، حتی اگر شده به ما توهین بکنه، حتی اگر شده ما مثلا دو تا کابر بخوریم یا یک سیلی بخوره تو صورتمون، ولی از این تنهایی مطلق توی سلول کنده بشیم و یه صدای یک انسان رو بشنویم یا از اون محیط تنگ سلول خارج بشیم. و اینجا زمانی هست که در واقع بازجو با توجه به اتفاقی که برای فرد متهم میفته میاد و در واقع مسلط بر فرد زندانی میشه و اینجا هست که اقرارها و اعترافهای دروغ اتفاق میفته. توی خیلی از این پرونده ها حتی ما شاهد احکام اعدام بودیم. در رابطه با پرونده های زیادی که شماها این روزها خیلی شنیدین، این سالها خیلی شنیدین، مثلا پرونده آقای احمد رضا جلالی، واقعا احمد رضا جلالی من پروندهشون رو به دلیل اینکه یکی از دوستانم از نزدیک با ایشون بوده در جریانش هستم، که بعد از 6 ماه 7 ماه سلول انفرادی از توی پرونده ایشون مسئله جاسوسی و بعد هم حکم اعدام در میاد. یا در رابطه با نوید افکاری شما شاهد بودین که نوید وقتی حاضر به بازسازی صحنه قتل شد که از سلول انفرادی در واقع اون رو وادار کردن یا در واقع حاضر شد که بیاد اون صحنه قتل رو بازسازی بکنه، و من مطمئنم که اگر در بند عادی بود، در بین سایر زندانیان بود، به وکیل دسترسی داشت یا با خانوادش در تماس بود، این اتفاق نمی‌افتاد. یا روح الله زن بعد از 4 ماه تحمل سلول انفرادی در واقع و اون برنامه هایی که بعد تلویزیون نشون داد که میان و یه چیزایی رو تشریح میکنن و صحبت میکنن، اینها میخوام میگم همه اینها توی سلول انفرادی اتفاق میفته. و شاید خیلی ها سوالشون این باشه که یه نفر که از سلول انفرادی میاد بیرون میگن که مثلا لحظه ای که کم آوردی یا اعتراف کردی یا مصاحبه کردی، آیا شما میزدنتون، کابل میزدنتون، چیز داغی رو بدنتون میذاشتن؟ مثلا فرد متهم میگه که نه. و این سوال یا این عدم درک برای مخاطب به وجود میاد که خب چه اتفاقی برات افتاده که تو حاضر شدی که وادار به اعترافی بشی که از توی اون اعتراف اعدام یا حبس‌های سنگین یا این مصاحبه هایی که انجام میشه و نمایش میدن اینها در میاد. ببینید فشار روانی حاصل از سلول انفرادی گاه حتی غیر قابل تحمل تر از فشار فیزیکی هست. درسته که دهه 60 توی سلول ها هم در واقع شکنجه فیزیکی وجود داشت و هم اون چیزی که شکنجه سفید هست توی سلول های انفرادی، ولی اگر به دلیل مقاومت زندانیان در دهه 60 به طور کامل، البته که خب معلومه که شکنجه فیزیکی حذف نشده، ما در بعضی از شهرستان‌ها هنوز گزارش داریم از شکنجه‌های فیزیکی که داره انجام میشه، یا حتی تهران مثلا من سال 91 خودم شاهد یه همچین ماجرایی بودم، ولی واقعیت اینه که حتی با حذف شکنجه فیزیکی مسئله شکنجه در اینا خاتمه پیدا نکرده و شکنجه سفید شکنجه‌ای هست که در سلول‌های انفرادی اتفاق می‌افته و بسیار شکنجه غیر انسانی هست. شاید شکنجه فیزیکی بعد از یک مدت دردش التیام پیدا بکنه، ولی فشارهایی که ناشی از فشار شکنجه‌ای که ناشی از فشار روحی و روانی هست گاه عوارض اون تا آخر عمر فرد می‌مونه. من توی مصاحبه‌هایی که داشتم از وقتی هم که آزاد شدم چند تا مصاحبه رو ادامه دادم، بعضی از این افرادی که شکنجه شده بودن توی سلول انفرادی مدت‌های طولانی مونده بودن، این هول و هراس تنهایی و انزوا و بی‌کسی، این درهای بسته و
همه شرایطی که در واقع برای زندانی توی سلول فراهم میشه باعث یک ترس مداوم، یک اضطراب مداوم برای اینها شده بود. من خیلی از آدم ها شنیدم که حتی بعد از یک سال دو سال بعد از سلول انفرادی توی حموم نمیتونستن در رو پشت سر خودشون ببندن. یعنی این ترسی که براشون به وجود اومد بود، این فوبیایی که ایجاد شده بود براشون، یا حتی میگفت حتی من مهمونی هم که میرفتم در توالت رو نمیتونستم پشت سرم ببندم، یا کسی که میگفت اگر من بعد از گذشت سالها اگر روی تختم خوابیدم، اگر همسرم یا فرزندم بیاد و منو بیدار بکنه، من آنچنان فریادی میزنم که مثلا کل آپارتمان ها متوجه میشن و هنوز من ترس از سلول انفرادی رو دارم. بنابراین توی این کتابی که من تجربه 12 زن رو در واقع بازگو کردم، ابعاد مختلف سلول انفرادی رو آدم ها بر اساس تجربه خودشون باز کردن که چرا ما به سلول انفرادی شکنجه میگیم، چه اتفاقی اون تو میفته و منجر به چه چیزهایی میشه. اما اگر بخوام خلاصه بکنم، سلول انفرادی مادر اعدام هست، سلول انفرادی مادر حبس های طولانی مدت هست. یعنی در سلول انفرادی در واقع این اتفاق ها میفته، اقرارها و اعترافهایی که گرفته میشه. من سال 93 خاطرم هست، قبل از بازداشتم، دو ماه قبل از بازداشتم سال 93، روی پرونده کردهایی که سنی بودن و توی رجای شهر اعدام شدن کار کردم من، و اکثر اینها نامه هایی که نوشتن دادن بیرون و به مراجعی هم البته داده شد ولی ترتیب اثری داده نشد، این بود که بعد از دو ماه، بعد از دو سال سلول انفرادی میگفتن ما حاضر بودیم هر چیزی که بگن امضا بکنیم، ولی بیا ما رو از سلول و از این تنهایی بیارن بیرون، که تا مرز جنون پیش رفته بودیم. و وقتی چشمن به اینها زده بودن، کاغذهایی رو جلوشون گذاشته بودن که اینها با چشمن اونها رو امضا کرده بودن، و متاسفانه در دادگاه‌هایی که توی هر 10 دقیقه 10 نفر به اعدام محکوم می‌شدن، یعنی برای هر فرد 1 دقیقه در نظر گرفته می‌شد، اونها به اعدام محکوم شدن. و بعد از سالهای سال، یادم هست 13 اسفند 93 8 نفر از اونها اعدام شد، و اون اعدام ها و اون اعتراف ها نبود چیزی جز این که در سلول انفرادی فرد رو وادار به اعترافی کردن که متعاقب به اون احکام اعدام صادر شد. بنابراین شکل دیگه ای از خشونت در سلول های انفرادی هست. بسیاری از فعالان زنان این خشونت ها رو تجربه کردن توی سلول های انفرادی. متاسفانه آسیب های جدی دیدن. البته خوب آدم هایی هم بودن که مقاومت کردن، اومدن بیرون و دوباره فعالیت کردن. ولی من در رابطه با اینکه شکنجه هست و چه باید بکنیم الان دارم صحبت می کنم، و اینکه چون سلول انفرادی در واقع ابزار دست حکومت جمهوری اسلامی ایران هست، ابزاری در دست نهادهای امنیتی هست که در مواجهه با فعالان مدنی، سیاسی و حتی عقیدتی به این ابزار متوسل میشن برای اینکه این اتفاقات ناگوار از اون در بیاد، چون سند و مدرکی که برای خیلی وقتا برای محکوم کردن فرد که وجود نداره، باید طرف اقرار بکنه که اون اقرار در واقع سندی برای محکومیت فرد باشه، و خیلی وقتها در واقع فقط بر اثر فشار زیاد این اعتراف ها داده میشه. برای ما ضرورت مقابله با سلول انفرادی رو در واقع نشون میده، اینکه علاوه بر اینکه برای ما یک مسئله حقوق بشری هست، یک شکنجه هست، آزار انسان ها هست، از بعد دیگه ای هم میشه بهش نگاه کرد، و اون اینه که در واقع سلول انفرادی به عنوان یک ابزار سرکوب و ایجاد هراس در بین فعالان مدنی و سیاسی و عقیدتی به یک ترمز و یک عامل بازدارنده برای ادامه فعالیت‌های آزادی خواهانه توی ایران هم هست. بنابراین از این جهت هم اگر فکر می‌کنیم که در واقع مبارزات ما برای رسیدن به آزادی و عدالت و تحقق دموکراسی و حقوق بشر و صلح باید ادامه پیدا بکنه، یکی از موانعی که باید از سر راه برداشته بشه همین بحث سلول انفرادی هست که الان در واقع عامل سرکوب هست. من یه چیز دیگر هم یادآوری میکنم در رابطه با سلول انفرادی بر اساس تجربه‌ای که ما داشتیم و توی اون کتاب هم اومده. ببینید، من الان واقعا نگران کردستان و سیستان و بلوچستان هستم. یعنی بیش از 100 نفر از فعالان در کردستان
بیش از 2 ماه هست که الان توی سلول‌های انفرادی هستن و ما نمی‌دونیم اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد و چه چیزی از این سلول‌ها بیرون میاد. یا اینکه در رابطه با سیستان و بلوچستان ما می‌دونیم که سوختبران در واقع وارد اعتراضی شدن که طبیعتاً روزهای اول، هفته‌های اول قطعاً اینگونه دفاع خواهند کرد از خودشون که ما سوختبر بودیم و هیچ اقدام امنیتی نکردیم، ولی تضمینی وجود نداره که بعد از 7 ماه، بعد از 8 ماه همون سوختبر بر اثر فشار سلول انفرادی اعلام نکنه که من یک جیش العدل بودم یا من یکی از عوامل ریگی بودم و از توی اونها ما نمیدونیم که چه اعدام‌هایی و چه حبس‌هایی میخواد در بیاد. بنابراین روی ضرورت این موضوع من خواستم صحبت بکنم، اضافه کردم به بحث خشونت در جامعه و خیلی ممنون هستم. فکر میکنم بیشتر از تایمم صحبت کردم، خیلی معذرت میخوام. خیلی ممنون، متشکرم، بسیار مفید بود. یک نفر آقای احمد موسوی اسکرین شیر دارن میکنن. آقای ایرج خان میشه شما ایشون رو لطفا اسکرین شیرش رو استاپ کنی؟ من متاسفانه اکسس ندارم، فرشید بعد این کارو بکنه، ولی خب میتونید به من بگین. اوکی تمام، باشه باشه. پس به من گفتن که چون جمعیت زیاده دیگه وقت آنچات ندیم، بریم به طرف پرسش و پاسخ و از تمام کسانی که سوال دارن خواهش میکنم که دستشون رو بالا کنن، برن کلیک کنین لطفا روی اون پارتیسیپنت و یک تب هست در پایین اون قسمت پارتیسیپنت، دستتون رو بلند کنید، ریز هند. هر کسی 3 دقیقه وقت داره که سوال کنه و خانم محمدی فرمتش به این شکل هست که 3 نفر سوال میکنن و شما 5 دقیقه وقت داریم که جواب بدید. پس لطف کنین الان فعلا آقای ایرج قهرمانلو هستن، مهرک کمالی، آقایان مهرک کمالی، آقای ترشیز، غلام ترشیزی هستن، فعلا 3 نفر دارم. میخواین شروع کنین؟ باش. آقای ایرج قهرمانلو بفرمایید. سلام عرض کردم خدمت همه دوستان، به ویژه سخنران عزیزمون خانم محمدی، که واقعا من نمیتونم چجوری قدردانی بکنم. البته بار و رسالت حتی مردان رو زنان امروز میهنمون بردوش دارن و واقعا سر تعظیم باید فرود کنیم. من میخواستم یک سوال نداشتم، میخواستم در تایید فرمایشات ایشون تجربه خودم از زندان شاه برای ایشون بگم. این که واقعا سلول انفرادی خیلی حتی بیشتر از شکنجه بدنی در بعضی مواقع اثر میکنه. شما در من در خاطراتم یه چند صفحه راجع به این مسئله نوشتم، در اونجا همه چیز میمیره، زمان میمیره. کانت میگه زمان یه چیز درونیه، برای که انسان اگر بمیره زمانم مرده. و در این مورد واقعا زندانی انفرادی در برای زمان میمیره، نه بلکه حتی میمیره، مخلوط میشه، گذشته در حال میاد، حال آینده میشه، آینده میاد اینجا زمان اسطوره‌ای میشه. شما شکنجه های دیروزتون همونجا زنده میشه، دلهوره فرداتون الان خودشو نشون میده. تمام اینا واقعا زندانی رو خرد میکنه. ما کسانی بودن که زیر شلاق دوام آوردن، ولی بعد اینا رو میبردن زندانه سلولای انفرادی جدیدی درست کرده بودن در اوین، که من یه چند ماه اونجا. لطفا خودتون رو محدود کنید به 3 دقیقه اگه ممکنه. بله؟ خودتون رو محدود کنید به 3 دقیقه چون پرسش. من همین الان باش تموم میکنم، رپ آپ میکنم. در اونجا سلولای جدیدی درست کرده بودن که شما برخلاف انفرادی دیگه هیچ صدایی رو نمیشنید، یعنی صدای پای نگهبان رو نمیشنید. نگهبان وقتی به شما قضا میداد یواشکی به این صدا از زیر در میامد. دستشویی تو سلولت بود، یعنی همه چیز میمرد دیگه، حرکت از بین رفته بود، فقط شما بودید. به همین جهت خیلی ها بودن که طاقت نمیاردن، بعد از 1 سال حتی 2 سال اینا رو نگه میداشتن، دست بلند میکردن و میامدن پای تلویزیون و
و به چیزای اعتراف میکردن که اصلا نبود. میخواستم در تایید فرمایش ایشان بگم که واقعا نه بلکه شکنجه است، حتی بدتر از اونجا سرمایه، برای که اختلال روانی میگیره بعد از مدتی، یعنی شما دیگه مشاعرتون از دست میدین، اصلا نمیتونید تحمل بکنید. خیلی متشکرم. ممنونم. آقای مهرک کمالی بفرمایید. آقای کمالی اجازه بدید، شما میوت هستید، اجازه بدید من یه دفعه. بله بله، من آنلاین کردم. سلام میکنم، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت خانم محمدی و دوستان دیگه هستم، همه دوستانی که اینجا تشریف دارن، مخصوصا خانم محمدی که ما واقعا عنوان چی بگم، قهرمان ما هستن واقعا، و پر چی بگم، من کم گفتم. خیلی خیلی بحثای خوبی بود، خیلی خیلی خوب بود. من فقط خلاصه میگم، دو تا سوال دارم. یکی سوالی که در مورد فقر فرمودین، میخوام بگم، میخوام ببینم که شما منظورتون اینه که ما یک سیاست فقیرسازی تو کشور داریم. من به نظرم میاد که یه مثلا اگر در نظر بگیریم، فقط فرض کنید دوره رفسنجانی یه طبقه متوسطی شکل گرفت، دوره احمدی نژاد اونا رو کنار زدن و یک طبقه متوسط دیگه رو انداختن، توی دوره اخیر میبینیم که کلن اصلا همینطور که شما فرمودین، این فقر آنچنان به قول شاملو احتضار فضیلته، یعنی دیگه هیچ انتظاری ما شاید نمیتونیم داشته، یه جوری ناامید میکنه همه ما رو از اینکه بخوایم به تغییر فکر کنیم، یا به یک تغییر مثبت لااقل فکر کنیم. حالا فرمودین ما واقعا در مورد زنان حتما حتما سخت‌تر و بدتر هست. موضوع دومی که میخواستم باهاتون صحبت کنم در مورد همین مسئله سلول انفرادی و چیزی که مطرح میکنین، خب همینطور که آقای قهرمانلو فرمودن، تمام این چیزا زمانش ها وجود داشته، اما اون باعث به اصطلاح تقویت اراده مبارزا میشد، مبارزا شکست نمیخوردن، مبارزا قوی تر میشدن، حالا بعد که به بقیه میپیوستن و در یک جایی میموندن. چطور میشه این مصیبت ها رو، این مهنت ها رو تبدیل به نقطه قوت کرد که ما رو بتونه کنار همدیگه و اراده ما رو تقویت کنه، نه اینکه به ترسونتمون؟ خیلی هم ممنون، خیلی متشکرم. آقای ترشیدی بفرمایید. سلام تشکر خانم محمدی، واقعا بحث خیلی خوبی رو پیش آورده، من خیلی یاد گرفتم. و این موضوعی که شما مطرح کردین در مورد فقر، این در تمام کشورها هست، یعنی در آمریکا هم همینطوره، که یعنی بیشتر اختلافات بین مرد و زن در نتیجه مشکلات مادی هست و این باعث میشه که نتونن به زندگی ادامه بدن. و خوشبختانه در اینجا خب مسئله طلاق هست، اونطور که در ایران زن حق طلاق نداره و فقط مرد میتونه طلاق بده نیست، اینجا خب هر کسی میتونه تقاضای طلاق بکنه. و این خیلی برای من جالب بود که بدونم که تو ایران چطور باعث میشه که همونطور که شما گفتید از یک ماجرا به یک ماجرای بزرگتر ادامه پیدا بکنه. و یه صحبتی که اینجا هست اینه که هر کسی که دستگیر میشه، پلیس اولین چیزی که بهش میگه شما نمیتونیم، حق داری که سکوت اختیار بکنی و هر چیزی اگر بگی بر علیت ممکن استفاده بشی، حق داری که وکیل داشته باشی. و توی قانون امریکا هم هست که دادستان باید جدا از اون متهم جرم رو ثابت بکنه، یعنی اقرار اگر طرف داوطلبانه اقرار نکنه مجبورش نمیتونن بکنن که اقرار بکنه، و اگر به اجبار اقرار کرده باشه اون اقرار رو قاضی میندازه بیرون. و میخواستم ببینم که در ایران خب شکنجه طبق قانون اساسی ممنوعه، ولی شما همطور که گفتین شکنجه سفید وجود داره و با شکنجه سفید اینا وارد میشن. و اینا اینه که به نظر شما چه کار میبایست کرد که این موضوع حل بشه، یعنی اینکه
آیا با این رژیم، با این برداشتی که سردرداران رژیم از اسلام دارن، آیا این مسئله حل میشه یا یه تفسیر دیگه از اسلام مطرح میشه؟ توی زندانی که شما بودی آیا زندانی های دیگه مسلمون بودن، تفسیر دیگه از اسلام داشتن که میگفتن این چیزهایی که اینا میکنن با اسلام هیچ رابطه ای نداره و یه تفسیر دیگه از اسلام وجود داره؟ خیلی ممنون. خانم محمدی بفرمایین، لطفا 5 دقیقه وقت دارین که به سوال این سه نفر جواب بدین. در واقع یکیشون سوال نکرد. بله. ببینید، این که شکنجه بر اساس قوانین ممنوع هست، اما شکنجه سفید آیا در زمره تعاریف شکنجه قرار میگیره؟ حتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی در همین حکومت فعلی، باید بگم که سال 82 در واقع رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر شکنجه بودن سلول انفرادی صادر میشه. رأی وحدت رویه در واقع به منزله قانون لازم الاجراست، مثل قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه و همه جا باید ازش تبعیت بکنه. بنابراین مسئله که در رابطه با سلول انفرادی وجود داره این نیست که آیا در قانون وجود دارد یا وجود ندارد. اتفاقا در آیین دادرسی کیفری سال 92، یعنی بعد از اینکه سال 82 سلول انفرادی رو شکنجه اعلام میکنه و ممنوع اعلام میکنه، حتی برای فرد زندانی خاطی در داخل زندان که دست به کارهایی میزنه که ناگزیر میشن اونو ببرن فردی نگه دارن، نه تنها اون رأی رو باطل میکنه، در واقع آیین‌نامه سازمان زندان‌ها رو، اون بند رو باطل می‌کنه، بلکه سال 92 وقتی آیین دادرسی کیفری رو می‌نویسن، 4 مورد برای در واقع تنبیه انضباطی زندانی خاطی در داخل زندان در نظر می‌گیرن و سلول انفرادی رو حذف می‌کنن، یعنی حتی برای اون فرد حذف می‌کنن، در حالی که ما زندانیانی بودیم که عموماً ما رو امنیتی یا عقیدتی یا اینجور چیزها می‌نامیدند و ما در بدو بازداشت به سلول های انفرادی میریم. ببینید این خیلی مهمه. سلول انفرادی رو رأی وحدت رویه اعلام میکنه که در واقع تشدید مجازاته. اگر میخوای کسی رو مجازات کنید باید دادگاه تشکیل بشه، باید اون مجرم شناخته بشه. ولی وقتی شما در بدو ورود بازداشت شدین و هنوز به اتهامات، اصلا معلوم نیست اتهاماتتون چی هست، ممکنه حتی تبرئه بشین، ممکنه کارتون به دادگاه بکشه، حالا محکوم بشید، رأی دادگاه که هنوز نیومده که بخوان مجازات شما رو تشدید بکنن. ببینید، من میخوام بگم از زوایای مختلف بحث سلول انفرادی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و حتی ما دادخواستی که هفته پیش در واقع به دفاتر قضایی ارائه دادیم در تایید همین فرمایش شماست که همه جای دنیا قانون وجود داره و در واقع قوه قضایی از اون قانون تبعیت میکنه. مگر میشه رأی وحدت رویه که توسط دیوان عدالت صادر شده و عوامل قضایی مؤثر بودن در صدور این رأی، خودشون این رأی رو نقض بکنن؟ به نظر میرسه که هیچ جای دنیای همچین چیزی توجیه نداره. شاید استثناء اتفاق بیفته، ولی اینکه به یک روال تبدیل بشه که هر فردی رو که بازداشت میکنن در بعد به ورود به سلول انفرادی ببرن در حالی که قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران اون رو منع میکنه، رأی وحدت رویه سلول رو به عنوان شکنجه معرفی میکنه، قانون اساسی اصل 38 احتمالاً شکنجه رو داره ممنوع اعلام میکنه، ولی یک بازپرس تحت اراده نهادهای امنیتی دستور نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی رو صادر می‌کنه و با اینکه اقرار و اعتراف بر اساس شکنجه زیر شکنجه مردود هست، متأسفانه سلول انفرادی که شکنجه است اقرار و اعتراف گرفته میشه، در دادگاه‌ها مورد استناد قاضی قرار میگیره به عنوان یک سند و بر اساس اون رأی صادر میشه. من این رو توضیح دادم خدمتتون بگم که یکی از چیزهایی که الان مورد اعتراض ماست اینه که شما حتی به قانون خودتون، یعنی قانون اساسی خودتون، قانون و مقرراتی که در واقع از جاهای مختلف تنظیم میشه و لازم الاجرا هست، حتی از اون هم تبعیت نمی کنید و اتفاقا اون قوانین رو نقضش میکنید و بنابراین شما به عنوان
کسی که حالا آمر باشه، عامل باشه، مأمور باشه، کسی که بر اساس قانون مجازات اسلامی موادش رو هم حتی ذکر کردیم، شما مرتکب بذه شدیم و میمایست که مورد پیگر قرار بگیریم. ولی همونطور که اشاره کردین، وقتی قوه قضاییه مستقل نباشه، بنابراین حتی بازپرس، حتی قاضی خلاف قانون اساسی، خلاف قوانین و مقررات عمل میکنه و از اونجایی که مستقل نیست و این کارها رو اتفاقا تحت اراده بازجویان و نهادهای امنیتی انجام میده، جایی هم که خودشون متهم واقع میشن باز تحت حمایت اونها قرار میگیرن، تحت اراده اونها خلاف قانون عمل میکنن، تحت حمایت اونها خودشون رو توجیه میکنن. بنابراین واقعیت اینه که سلول انفرادی، اینی که شما میگید که اینجا حتی حق سکوت رو به رسمیت میشناسن، حق سکوت زمانی هست که شما مطمئن باشید یک دادرسی عادلانه و منصفانه وجود داره. ولی وقتی که شما در بدو ورودتون وارد سلول‌های انفرادی میشین که توی اون سلول‌های انفرادی هیچ کس هیچ اراده‌ای نداره، اصلا کسی پاشو تو اون سلول انفرادی نمیذاره، توی سلول انفرادی فقط بازجو هست و زندانبانی که درو باز میکنه و میبنده، یعنی تمام اختیار وضعیت نگهداری شما و شکلگیری پرونده قضایی علیه شما در دست بازجو هست. بنابراین اگر شما اونجا بر اساس اون چی که در کشورهای دیگه میبینید از حق سکوت باید استفاده بکنید، اگر در مقابل بازجو سکوت بکنید در حالی که هیچ نظارتی اونجا وجود نداره، در حالی که پرونده توسط همون بازجو نوشته میشه، شما فکر کنید که زندانی چه وضعیتی پیدا میکنه؟ آیا به سکوت به عنوان حق به اون نگاه میشه و احترام گذاشته میشه، یا اتفاقا در واقع وسیله‌ای برای تحریک بازجو علیه زندانی میشه و زندانی باید اینجا در واقع هزینه سنگینتری بپردازه؟ آیا میتونه نسبت به این هزینه سنگین مقاومت بکنه؟ یعنی میخوام بگم که متاسفانه در وضعیتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران وجود داره و اعتراض‌هایی که میشه، من متاسفم، ولی هر وقت که این مباحث به مجامع بین المللی برده میشه، این قوانین رو یه بار از روش میخونن و میگن که ما التزام به این قوانین داریم، اما اون چیزی که توی سلولهای انفرادی اتفاق میفته، اون چیزی که توی دادگاه ها اتفاق میفته کاملا متفاوت هست با این قوانین. از همین رو بود که در واقع ما تصمیم گرفتیم که بر اساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی اون چیزی که خودشون نوشتن، ما حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر رو هم نمیگیم، هرچند که ایران متعهد و ملتزم به اون هست، اما اون چیزی که یا مجلس یا در واقع دیوان یا مقررات که جاهای مختلف داره وضع میشه، نوشته میشه، حتی اونها هم توسط قوه قضاییه رعایت نمیشه. بر همین اساس ما یه شکایتی رو تنظیم کردیم 23 نفر و توی دفاتر قضایی بردیم به ثبت رسوندیم، که حالا اگه در موردش سوالی بود من توضیح میدم. در مورد فقر و سیاست فقیرسازی، من خیلی متاسفم بگم که این مسئله فقر به خصوص گره خوردنش با مسئله کرونا به طور آشکار و در واقع جدی به امری علیه جامعه تبدیل شده، علیه مردم تبدیل شده، علیه در واقع درخواست‌ها و مطالبات مردم تبدیل شده و این گویی و از اونجایی که در واقع با یک نوع بی‌توجهی خیلی آشکار حکومت نسبت به این قضیه ما اینجا مواجه هستیم، گویی که این در واقع سیاست فقیرسازی یا فقری که به هر حال معلول دلایلی هست که توی جامعه به وجود اومده، بیشترین آسیب رو به جامعه میزنه و در واقع حکومت به نظرم از این قضیه استفاده میکنه. بسیار خوب. نفر بعدی آقای مشتبه مششعی هستن. بفرمایید آقای مششعی. درود به خانم نرگس محمدی. به امید روزی که تبعیض جنسیتی در دنیا و به خصوص در ایران ملغا بشه. بحثای بسیار جالبی کردید وقتی راجع به شکنجه سفید صحبت کردید.
خیلی ممنون میشم که وقتی که راجع به زندانی و زندانبان صحبت میکنید این شکنجه سفید، من فکر میکنم که اتفاقا تأثیر دو طرفه داشته باشه. حتی خود این زندانبانان تجربه خودتون رو میخوام حداقل انتقال بدیم، چگونه به این به اصطلاح وضعیتی تن در میدن، خود روحیه اونا چجوریه؟ من روحیه زندانی که شما دارین توضیح میدید از نظر روانی چه مشکلی دارن. و جالب بود برای من که گفتین که مادر سلول انفرادی اعدامه، دیگه به قول اوج دیگه گرفتن انسانیت یه فرد هست. از نظر روانی خب هیچ کدوم از من، حداقل من هیچ تجربه‌ای که نداشتم بدونم راجب چی دارین صحبت میکنید. اگر امکان داره بیشتر توضیح بدی که کمی ملموستر بشه، شاید بشه از تجربه شما برای انتقال این اطلاعات کمک گرفت و جامعه جهانی رو مطلع کرد. خیلی ممنون. خیلی ممنون، مشکرم. خانم فریبا راد اگه اشتباه نکنم بفرمایید. آنمیوت شدم. با سلام به نرگس خانم عزیز. من با شهرام احمدی زندانی کرد و سنی مذهب سالها در ارتباط بودم و اون همیشه به من میگفتش، دقیقا حرفایی که شما الان زدید اونم مرتب به من میگفتش، میگو وقتی من تن به اعترافات اجباری دادم که ماها در زندان سلولای انفرادی بودم و با بدن مجروح مدت ها منو شکنجه کردن، مجبور شدم به اعترافات اجباری تن بدن و بر اساس همون اعترافات اجباری بود که حکم اعدام برام صادر شد و بعدها میگفت هرچی هم تلاش کردم که بگم من بیگناه هستم دیگه چون اعتراف کرده بودم حرفامو قبول نکردن. و همچنین به عنوان کسی که تجربه سلولهای انفرادی در سال 60 رو داشتم، دقیقا دارم صحبتهای شما رو تأیید میکنم. میدونم هنوز بعد از 40 سال من شب کابوسی از سلول انفرادی میبینم. میخواستم دقیقا صحبتهای شما رو با اون دو تا تجربه شهرام احمدی که و تجربه که خودم باهاش داشتم و میخواستم تایید کنم صحبت هاتونو. خیلی ممنون فریبا جان. آقای در واقع خانم مهوش سهرابی بفرمایید. بله، من میخواستم خدمت خانم محمدی سوالی بکنم که ممکنه خارج از موضوع صحبت شما باشه ولی فکر میکنم که در کل بی ربط نباشه، و اون اینکه اخیراً آقای قاسم شوله سعدی نامه‌ای نوشتن به آقای رئیس جمهور بایدن در اینجا و یک پیشنهاداتی کردم برای برون رفت از این رژیم و از این حکومتی که در حال حاضر هیچ راه اصلاحی درش دیده نمیشه و وجود نداره. ایشون یک سری چند تا 15 تا بند دارن و از در طبق این نامه از آقای بایدن خواستن که به اصطلاح در مقاصد پیشبرد مقاصد این نامه به مردم ایران با مردم ایران باشن، کمک کنن و بتونن از این کمک به برون رفت از این حکومت بکنن به صورت صلح‌آمیز و بدون خشونت. من نمیدونم شما از این نامه اطلاع دارید یا نه و احتمال میدم شما شنیدید. میخواستم از شما سوال کنم نظر شما راجع به این نامه چیه و چی فکر میکنید راجع به این نامه؟
ممنون. خیلی ممنون. بفرمایید خانم محمدی. خب این که بعضی از دوستان توی جمع ما هستن که تجربه سلول انفرادی رو دارن واقعا برای من خیلی سخته که دوباره اون سلول ها رو دارم بهشون یادآوری میکنم و هر وقت هم که اتفاقایی که توی سلول برای هر کدوم از ماها افتاده به اشتراک میذاریم با فرد دیگه، اگر اون فرد خودش تجربه یه سلول انفرادی داشته باشه میدونم که در واقع تمام خاطراتش براش مرور میشه و خیلی اذیت میکنه. من خیلی معذرت میخوام ولی واقعا از اونجایی که فکر میکنم ضرورت داره بحث ما برای سلول انفرادی و ضرورتش رو هم گفتم، یعنی ممکنه که خیلی از آدم ها فکر بکنن که توی این فقر فزاینده جامعه، توی این آشوبی که توی سیستان و بلوچستان سوختبران الان دارن در واقع گرفتارش هستن، بازداشت های گستردهی که توی سیستان و بلوچستان داره اتفاق میفته یا بازداشت های گستردهی که توی کردستان داشتیم و همه این مسائل، آیا ما فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی این که این بحث رو پیش کشیدیم هدفمون چی هست؟ من واقعا روی ضرورت اون بر اساس تجربه‌ای که سالیان سال روی سلول انفرادی کار کردم فکر میکنم خیلی ضروری هست. ببینید من کسایی رو میشناسم که اگر اسمشون رو میگفتید که این فرد یک روز توی سلول انفرادی گفته من جاسوسم، حتی یک نفر باور نمیکرد، حتی یک نفر، برای اینکه انقدر شفاف و انقدر با در واقع عرق ملی با حفظ منافع ملی زندگی کرده بود که کوچکترین خدشه‌ای به رزومه و کارنامه عملیش وارد نبود. ولی ناباورانه اون فرد بعد از یک سال و نیم تحمل انفرادی پذیرفت که یک جاسوس است. خیلی ناگوارتر از این، ببینید یکی از دوستان گفتن در مورد سلول انفرادی بیشتر صحبت بکنیم. توی سلول انفرادی شما توی یک محفظه قرار میگیرین که بسته است، هیچ راه نفوذی نداره. وقتی این در رو هر بار پشت سرتون میبندن شما احساس میکنید که یک تلق ارادهی از شما میشه. این در از داخل یک هرگز باز نخواهد شد مگر به اراده بازجو آن سوی در، و بنابراین شما اختیاری ندارین. انسان منهای اختیار و اراده واقعا چه تعریفی از خودش میتونه داشته باشه؟ به نظر من فرو ریختن فرد متهم در سلول انفرادی همین زمان هست، زمانی که وارد بند میشه لباساش رو ازش میگیرن، زمانی که وارد بند میشه و با یک برخورد تحقیرآمیز حتی لباس زیر رو میگن در بیار و بشین و پاشو بکن. یعنی میخوام بگم مرحله به مرحله تمام این تحقیرها، تمام این سلطه‌گری بازجو بر فرد متهم اتفاق میفته و ما در تجربه این شرایط در واقع در زمانی که آدم احساس میکنه که من حتی برای دستشویی رفتن این تحقیر شدنه که شما از زیر دریچه در بایستی که صدا هم نمیتونید بکنید، کسی رو صدا نمیتونید بکنید، یا باید یه کاغذی بذارید بیرون که یه کاغذ رنگی اگه زندانبان از مجارت شد آیا شما رو ببره سرویس یا نبره، یا این که یه زنگی اونجا میزنن که شما اون رو بی صدا میزنید، روشن میشه توی اتاق در واقع زندانبان ها و آیا بیان سراغ شما یا نیان سراغ شما. و تک تک این اتفاقها که به مرور زمان برای آدم میفته و آدم توی یک ایزوله قرار میگیره، هیچ خبری از محیط پیرامون، حتی خبر از خانوادت نداری، خبر از پروندت نداری، خبر از جامعه نداری، خبر از محیط نداری، نمیدونی چه اتفاقی افتاده بیرون، الان اوضاع و احوال چطور هست، و به زکسر بازجو به شما تلقین میکنه که شما آدم فراموش شده هستین، کسی به فکر شما نیست. و شما فکر کنید که توی این فشار روحی و روانی شما احساس کنید که تنها هستید، هیچ کس هم به فکر شما نیست. و شما فکر کنید که توی این بیخبری مطلق وقتی که ذهن همونطور که دوستمون گفتن به مرور زمان دچار اختلالات جدی میشه، خواب شما دچار اختلال میشه، خوردن شما دچار اختلال میشه، گاهی آدم ها میگن اونجا ما دچار توهم میشدیم، که اینها امر طبیعی هست. هورمون هایی به لحاظ روان شناسی در واقع این بحث خیلی
جدی هست، روش خیلی کار شده، که بدن شروع به در واقع ترشح هورمون هایی میکنه که این در واقع عوارض کاملا طبیعی اون سیستمی هست که بر شما اعمال میشه و کار میکنه. و بنابراین در واقع این واکنش طبیعی بدنتون، این ذهنی که داره به سمت خالی شدن میره، هیچ داده‌ای، هیچ تحلیلی، هیچ خبری، هیچ چیزی به این ذهن نمیرسه، حتی صدایی که باعث تحریک بشه وجود نداره، کسی که باش حرف بزنی وجود نداره، مگه در واقع این شنیدن، بویدن، دیدن، هر چیزی که در واقع ذهن ما رو واداره به کار میکنه قطع میشه، ارتباط شما به طور کامل قطع میشه. این ارتباط از ارتباط عاطفی بگیرید تا هر چیز دیگه قطع میشه، در واقع شما با یک اختلال جدی توی مغز مواجه میشید. ممکنه که شما زمان رو از دست بدید، یعنی متوجه نشید. بعضی از سلول ها مثلا یک دریچه های کوچیکی خیلی نزدیک صفر رو به مثلا یه محیطی هست که شما نور رو میتونید تشخیص بدین که روز یا شبه، ولی بعضی سلول ها اینها رو هم ندارن. یعنی شما بعد از یک مدت، اگر از شما بپرسن شبه ممکنه روز باشه، اگر شما بپرسن روزه ممکنه شب باشه. من یکی از تجربه ها رو از خانم زینب جلالیان از کردستان دارم، میگفتش که من حدود بیش از 3 ماه توی سلول نگهداری شدم که هیچ نوری ندیدم. من یه بار فکر میکردم که الان نصف شبه، اومدم مسواک بزنم که بخوابم، زندانبان منو صدا کرد، گفتم که الان ساعت خوابه، گفت حالا بیا بیرون. منو از راه رو برد و از راه روها و از دالونها گرفتم بیرون، دره که باز کرد و فکر میکردم ساعت 12 یا 1 نصف شبه، آفتاب بالای سر من. فکر کنید که انسان دوچار چه به هم ریختگی روحی و روانی میشه. شما حتی نمیفهمید روز هست یا شب هست، و شما در واقع توی این بیخبری مطلق بازجو میاد و خبرهایی رو به شما میده که کانالیزه هست، از نظر بازجو معطوف به یک هدفی هست که اونها رو در واقع به ذهن شما تحمیل میکنه و ذهن حالا با اون داده ها مشغول میشه. و متاسفم که بگم که گاهی آدم ها متوجه هستن که اون چیزی که ازش میخوان دروغه، ولی برای اینکه از سلول در بیاد یه چاره ای ندارم، من اعتراف میکنم. ولی گاهی در واقع این شکنجه با اون فرد کاری میکنه که اون انسان به تردید میفته و گاهی حتی اون ارزش هایی رو که، اون حرف هایی رو که، اون خبر هایی رو، اون تحلیل هایی رو که بازجو داره به ذهنش میرسونه، حتی اون رو میپذیره، با باور به اون چیزی که بهش گفته میشه خودش داوطلبانه اقدام به یک کاری میکنه که این خیلی هولناک‌تره. چون وقتی فرد آزاد میشه و با این فضا و با این محیط و با این فریبی که خورده مواجه میشه، از هم پاشیده میشه و این آثار خیلی مخربتری از حالت اول داره. در حالت اول گوین که اون هم خیلی آسیب میبینه، برای اینکه وادار به اون چیزی شده که اصلا قبولش نداره و اتفاقا ضد اون بوده. مثلا فردی که هرگز ولایت فقیه رو قبول نداشت، تا لحظه آخری هم که بیرون بود ولایت فقیه رو نقد میکرد، اما بر اثر فشار سلول انفرادی اومد و اعلام کرد که من ولایت فقیه رو قبول دارم یا حتی اینکه پشیمون هستم. خب شما فکر می‌کنید این عوارض برای اون فرد نداره حتی بعد از آزادی؟ گو اینکه جامعه ما بسیاری از افراد این مصاحبه ها رو و این اعتراف ها رو نمیپذیرن، ولی شما غافل نشید از آثار بسیار مخربی که اون اعتراف ها و اون اقرار ها روی فرد میذاره. و گذشته از این، اون شرایط در واقع شکننده ای که برای فرد توی سلول به وجود میاد، آثار و ضربات مهلک خودش رو بعد از آزادی حتی تا آخر عمر نگه می‌داره. بنابراین در رابطه با تجربه سلول انفرادی باید بگم که شاید مثلا این روشن کننده تر باشه برای کسی که سلول انفرادی رو تجربه نکرده. من توی مصاحبه با فردی صحبت می‌کردم که 3 سال و 4 ماه توی انفرادی بوده و بعد من توی مصاحبم بهشون گفتم که من میفهمم وقتی با کسی صحبت میکنم یا کسی با من صحبت میکنه بگه که
هفته دوم انفرادی با هفته اولی چه فرقی داشت، هفته سوم با هفته دوم چه فرقی داشت، ولی واقعا برام قابل تصور نیست و نمیتونم ازتون سوال کنم که سال دوم انفرادی شما با سال اول چه فرقی داشت، سال سوم انفرادی شما با سال دوم چه فرقی داشت و سال چهارم انفرادی شما. نمیتونم تصور، درکی از این ماجرا ندارم. خیلی خبر، خیلی جوابشون تلخ بود، یعنی واقعا شدت رنج انفرادی رو با این یه جمله تونستن بازگو بکنن. گفتن که نرگس اگر که من بیرون بردن های من توی سلول شکنجه نبود که بازجو سراغ من می اومد و منو می برد از سلول بیرون، نه اینکه ببره هواخوری، نه اینکه ببره من هوا عوض شه، بلکه ببره سلول شکنجه، پای منو ببندم و کابل بزنم، ولی در همون موقعیت من صدای آدم بشنوم، بازجو ببینم، انسان ببینم، ارتباط حد اقلی در زیر بار خشونت رو تجربه کنم، شاید اینها باعث شد که من بعد از 3 سال انسان سالمی از سلول در بیام. ببینید به نظر من در عمق این جواب واقعا اون شکنجه رو میشه به تصویر کشید. اون چه نوع شکنجه‌ای هست که آدم غنیمت میدونه بره بازجو اونو تحقیرش کنه، توهین کنه، کتکش بزنه و درد فیزیکی رو تحمل بکنه برای اینکه از این فشار روحی و روانی حتی اگر شده دقایقی رها بشه. برای توصیف سلول انفرادی در واقع همین کافیه که من با یکی از این خانم‌ها که مصاحبه گرفتم، اسمش خانم نیگارا افشارزاده بود، ترکمنستانی بود، من توی بند که باهاش بودم ساعت‌های طولانی در مورد سلول انفرادی حرف زدیم، به من میگفت نرگس وقتی یه مگس اومد تو 1.5 سال توی انفرادی بود، این زن 2 تا بچه داشت، بچه‌ها رو ازش گرفته بودن و شرایط خیلی سخت رو تمام، میگفت وقتی مگس اومد توی سلول من مراقبت میکردم از مگس، میگفتم این تنها موجود زنده‌ای که من بعد از مدت ها بعد از ماه ها تونستم یه موجود زنده رو توی سلولم ببینم. نگران بودم وقتی در باز میکنن غذا بدن این مگس نره بیرون، نگران بودم که مبادا این بمیره. شما فکر کنید که این انسان تحت چه فشار روحی و روانی قرار میگیره. بنابراین سلول انفرادی واقعا یک شکنجه هولناکی هست. اینکه فردی رو که کابل میزنن برای ارائه شکنجه تن کاف خورده خودش زخم خودش رو نشون میده واقعا یه شانسه، ولی کسی که تو سلول انفرادی روح و روانش زخمهایی رو برمیداره که این زخمها چرکین میشن، عفونت میکنن، خونریزی میکنن، ولی تو هیچ وقت به هیچ کس نمیتونی نشون بدی و اگر تازه لحظه ای در اون سلول تو اون شکنجه بریده باشی ممکنه مورد ملامت قرار بگیری، مگه میزدنت، مگه میکشتنت که این کار کردی. سلول انفرادی واقعا یک شکنجه غیر انسانی هست. در رابطه با نامه آقای شعله سعدی، دوست عزیزی که پرسیدن، راستشو بخواید من محتوای نامه رو نخوندم، البته مطلع هستم یه همچین نامه رو دادن، محتوای نامه رو نخوندم و بنابراین اظهار نظری نمیتونم بکنم. حالا اگه سوال های دیگه ای هست خدمتتون هستم. بله آقای خودتون آنمیوت کنین. صدای من رو دارین؟ بفرمایید. من کی باید بفرمایید؟ بله بله. شما آقای ناظر بفرمایید. نوبت شماست. آقای خانم اجازه بدید من صدای من میاد الان؟ بله بله. بفرمایید. صدای من میاد؟ الان. بله بله بله. خانم نرگس محمدی خیلی خوشحالم که پای صحبت شما نشستم و از نزدیک شما رو میبینم. واقعا میگم که باید یه نکته رو اینجا من
بگم که کانون دوستداران فرهنگ ایران در حدود 40 خورده سال هر دوشنبه شب برنامه داشته. خیلی هم سعی میکرده که خودش رو به ایران نزدیک کنه، ولی در این طول این چند وقت گذشته مهمانانی از ایران داشته، من جمله شما که امشب اینجا هستید. این چگونه صورت گرفته مسئله بسیار بسیار مهمی است که ما باید بهش توجه خاصی بکنیم. این از لطف و مرحمت رژیمی است که شب و روز فقر و بدبختی و شکنجه رو اضافه میکنه. این از مبارزات مداوم و مقاومت شما عزیزانه، شمایی که همتون زیر این شکنجه ها و واقعا طاقت فرسا پایداری کردید، هزینه آزادی ماها رو دارید میپردازید. ما مدیون اون هستیم که امشب شما رو اینجا داشته باشیم. واقعا میگم این خیلی خیلی افتخاره برای من، نه برای من، برای کل کسانی که اینجا هستن. و من امیدوارم که یه روزی اون چی که مطلوب جامعه ایرانه، یعنی نابودی این رژیم و آزادی تمام مردم ایران رو دیده ببینیم. خیلی ممنونم بازم دوباره از حضور شما در اینجا. خیلی متشکرم. سوالی که نداشتیم. آقای سیف‌زاده، آقای حسین سیف‌زاده بفرمایید. شما خودتون رو آن میوت کنید لطفا. سلام علیکم خدمت همه عزیزان، به خصوص سرکار خانم محمدی. خوشحالیم که در اینجا باز خدمتشون برسیم. حقیقت اینه که دارم میخواست که به یک مشکل اشاره کنم، دوم یک خواهش بکنم، سوم یک سوال. مشکل اینه که حقیقت جامعه ما گرفتار رسوم تکنیکی شده که به اصطلاح وضعیت 1400 سال پیش رو امروز آورده و اون وضعیتی که بوده اصلا بیشتر در دنیای عرب و متاسفانه امروز مطرح شده. و حالا این مشکل خیلی گسترده است، فقط در مورد زنها نیست و خانمها و بانوان عزیز نیست، بلکه برای کل جامعه است. دوم خواهشم این بود که اگر ممکنه بفرمایید، همه عزیزان، رژیم با نظام فرق میکنه. رژیم است. جمهوری اسلامی کلمه نظام رو به کار میبره و غلطه. نظام یعنی ایران، اگر ممکن باشه از حالا بعد. سوم، اگر به نظر من چون معلم بودم، نگاهم معلمیه و سعی دارم وارد حوزه‌های سیاسی به اون معنا نشم، آیا شده به اصطلاح دانشگاه هم در کنار کانون وکلا از دانشگاه خواسته بشه؟ من تو دانشگاه تهران ندیدم دانشگاه خواسته بشه واقعا در کنار این نگاه نورمتیوی که نگاه نورماتیو به ما آگاهی میده، به راه حل بیاندیشن. دانشکده حقوق، دانشکده سیاسی، دانشکده روابط اجتماعی، دانشکده روانشناسی، به اینا مورد بررسی قرار بدن که چگونه ما میتونیم با این بحران ها به اصطلاح مقابله کنیم و این بحران ها که به عنوان سرطانی جامعه ما رو در بر گرفته حلش کنیم. متشکرم، انشالله خوش و خرم باشید. خیلی ممنونم. شایان، یک فردی به اسم شایان، نمیدونم خانم هستن یا آقا، بفرمایید لطفا. سلام میکنم خدمت همگی، همینطور خدمت خانم محمدی. خانم محمدی، من یه سوالی از شما داشتم. من حدوداً 10 سال پیش با یه فردی توی جمع کوچیکی هم بود آشنا شدم. ایشون مدعی بودن که فعال سیاسی هستن و الانم از چهره های فعال سیاسی هستن که خیلی مشهور هستن و اولین بار من شکنجه سفید رو از زبان ایشون شنیدم. و از اونجایی که بیرو درواسی دروغ بهتون نمیگم، هر دفعه که صحبت شکنجه با اعدام میشه یه همزاد پنداری من با اون عزیزانی که مورد شکنجه قرار میگیرن و یا حتی بالای دار میرن پیدا میکنم و تا هفته ها اصلا حال و روز من حال و روز خوشی نیست. من از 10 سال پیش تا الان تو همین تو فکر شکنجه سفید هستم، ولی اون چیزی که ایشون گفتن که اون موقعا برای من یه خورده همچین غیر منطقی بود، الان با چیزایی که شما دارین میگین من خیلی گوش کردم ببینم آیا اون مشخصاتی که ایشون گفتن، شما تو صحبتاتون میگین که دیدم شما مطرح نکردین،
روی همین حساب گفتم از خودتون بپرسم آیا صحبتهایی که ایشون اون موقع کرده صحت داره؟ برای من یه خورده اون موقع جای شک داشت، ولی من میخوام از زبون شما بشنوم. ایشون شکنجه سفید رو میگفتش که میگفت لباسای سفید تنمون میکردن و در اتاقی ما رو میبردن که تماما سفید رنگ بود و هیچ نوری غیر از نور مهتابی سفید رنگ نبود و این باعث مثلا یه سری مشکلات روحی روانی و اختلالات روحی روانی در ما میشد. من میخواستم ببینم که صحبتهای ایشون تا چه حد واقعیه. من دیگه سوالی ندارم و بازم ممنون از این که وقت میذارین. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. خانم محمدی بفرمایین. خیلی ممنون از صحبتهای شما. من هم استفاده میکنم، هم خیلی یاد میگیرم. اگه توضیحایی هم به ذهنم میرسه در حد وسعم خدمتتون میگم. آقای سیف‌زاده عزیز مطلب خیلی مهمی رو گفتن که آیا مثلا دانشگاه میتونه در کنار کانون وکلا علاوه بر امر آگاهی بخشی به راه حل هم برسه؟ خب یکی از مشکلاتی که ما داریم و از زمانی هم که من توی دانشگاه بودم در واقع توی تشکلی که داشتیم کار میکردیم روش خیلی داشتیم فعالیت میکردیم این بود که دانشگاه های ما استقلال ندارن. من واقعا خیلی متاسفم که این خیلی ناامید کننده است صحبت من وقتی میگم ما قوه قضاییه مستقل نداریم، بنابراین دادرسی عادلانه و منصفانه ای که مورد نظر هر کسی میتونه باشه، مثل حق سکوت، مثل حق وکیل، مثل روند دادرسی که منطبق بر قوانین باشه، اینها زیر پا گذاشته میشه، چقدر ناامید کننده و مایوس کننده هست و چقدر پیدا کردن راه حل برای اون دشواره. در این مسئله هم باز دانشگاه رو مطرح میکنم که متاسفانه دانشگاه های ما مستقل نیستن. ما در واقع از مباحثی که توی دانشگاه ها مطرح میشه، از انتخاب اساتید، شما میدونید که ما الان با اخراج اساتید سالیان ساله که دانشگاه سعی میکنه مقابله بکنه ولی نمیتونه، برای اینکه از یه جاهایی در واقع این اخراج ها اتفاق میفته که کاری نمیشه علیهش کرد، یا حتی دروسی که باید توی دانشگاه ها حتی تدریس بشه، اینها همه از فیلتر نهادهای در واقع امنیتی، حتی میخوام بگم با نگاه امنیتی کنترل و اداره میشه. نهاد فعالی که توی دانشگاه فعالیت میکنه، حراست هایی که هستن، کمیته های انضباطی که هستن، در واقع هیچ دایره عمل وسیعی نه برای استاد دانشگاه و نه برای دانشجوی دانشگاه فراهم نمیکنه. توی این فضا هست که ما حتی نمیتونیم مثلا انجمن های مستقل دانشجویی داشته باشیم و اگر انجمن های مستقل دانشجویی وجود داشته باشن قطعا اونها رو پلمپشون میکنن، دانشجوهاشون رو احضار میکنن. شما مسئله بازداشت زندانی دارین، شما مسئله اخراج استاد دانشگاه رو دارین. بنابراین این کارکرد دانشگاه در ایران مساوی اون چیزی نیست که شما در کشورهایی که زندگی میکنید میبینید و بنابراین توقع میره که اون نهاد اون کارکرد مورد نظر رو داشته باشه. متاسفانه اساسا دانشگاه وارد یک سری مباحث نمیتونه باشه بشه، یعنی به محض اینکه در رابطه با این موضوعات بخوان توی کلاس ها، حتی نه که توی آمفی‌تئاتر، حتی توی کلاس ها بخوان در موردش بحث بکنن، کافیه یک نفر بسیجی یا یک نفر از وابستگان به حکومت وجود داشته باشه و گزارش میکنه و هم استاد دانشگاه و هم دانشجو موقعیت خودش رو از دست میده. خیلی ایدئال بود اگر این اتفاق میافتاد، خیلی ایدئال بود که اگر دانشگاه مستقل بود اتفاقای مهمی توش میافتاد و ما واقعا به قول آقای دکتر سیف‌زاده ما به یک راهکارهای علمی میرسیدیم، نه راهکارهایی که جاهایی در واقع اتخاذ میشه که بسیاری از اساتید، بسیاری از افراد متخصص همون بعد به شروع اون راه حل اعلام میکنن که این کارش بن‌بست هست ولی اساساً کاری روش انجام نشده.
و من متاسف هستم که بگم که بله کاش این اتفاق می افتاد، ولی این وابستگی قوه قضاییه، وابستگی دانشگاه ها و این نهادها به حکومت و عدم استقلال اونها ضربه های خیلی زیادی رو وارد کرده. در رابطه با سوالی که دوست عزیزمون کردن در رابطه با شکنجه سفید، ببینید شما از کسایی که سلول رفتن اگه سوال بکنید که سلولتون چه شکلی بود، یعنی آیا چشم شما، چون میدونید مثلا تنوع رنگ، افق دید، همه اینها به کار مغز شما کار میکنه و اثر میذاره. سلول انفرادی علمی کاملا مبتنی بر علم روانشناسی هست، یعنی به طور اتفاقی نیست که ابعاد سلول اینگونه طراحی شده، اتفاقی نیست که یک نوری بالای سر شما به طور مداوم بدون اینکه قطع بشه همیشه روشن هست. گاهی برای سلول های این نور رو در حد نور یک پروژکتور تنظیم میکنن که اونقدر چشم رو اذیت میکنه، خواب رو مختل میکنه، اون نور همیشه روی صورت شما هست و کلافتون میکنه. گاهی اون نور، مثلا من تو سلول اولم بود، یه لامپی بود که یک گودال مانندی اون ته دیوار درست کرده بودن، یه لامپ نمیدونم چند واتی بود با نور خیلی بیرمقی اون تو بود و این بینوری آدم رو کلافه میکرد. سلول های انفرادی در واقع هر کدوم از این چیزهایی که من دارم میگم به طور اتفاقی تعبیه نشده توش، همه اینها مبتنی بر همون شکنجه سفید هست که باید اتفاق بیفته. یعنی این که زندانبان در رو باز میکنه و با شما صحبت نمیکنه، این خیلی به خلق و خوی اون زندانبان، البته گاهی چرا در حد خیلی کم، ولی خیلی ربطی نداره، این بازجو هست. من یه تجربه توی یکی از مصاحبه داشتم، میگفتش که من 2 الی 3 ماه تحت فشار شدید برای مصاحبه بودم. خیلی جالب بود برای من، توی این 2-3 ماه زندانبان ها حتی یک کلمه با من حرف نمی زدن. وقتی که این اتفاق افتاد زندانبان با من حرف می زد، جلوی در می اومد با من حرف می زد و من می گفتم خب من که همون زندانی هم، تو هم که همون زندانبانی. بعد در واقع از همه اینها ما به این نتیجه می رسیم که حتی یه سلام، جواب دادن سلام یک زندانی از طرف زندانبان، همه اینها دستورالعمل داره. من بارها، یعنی توی مصاحبه هم که اول میگم لطفاً سلولتو برای من تصویر کن، یه چیز فیزیکی به من ارائه کن، که خیلی وقتها این بوده که مثلا سلول های 209 رو من دیدم، سلول های اشرت آباد رو من دیدم. اشرت آباد همه چی کرم رنگ بود، خب بیرون که شما میرید هیچ چیز رو نمیبینید، چشمن رو چشمتونه هیچ چیز رو نمیبینید، حتی سمت سرویس که میرید، حتی برای حموم که میرید، گهگاهی اگر حتی برای مثلا یک روب هواخوری که شما رو ببرن، شما با چشمن هستید چیزی نمیبینید. بنابراین دید چشم محدود میشه فقط به اون مکان کوچیکی که توش هستید. چقدر چشم اونجا دنبال این هست که یه رنگ ببینه، مثل یه رنگ نارنجی، مثل یه رنگ زرد، امکان نداره. توی سلول های 209 یه موقع اونجا سبز خیلی کم رنگ مغز پسته‌ای، یک دست دیوار، در، همه چیز یک دست یک رنگ داره، برای اینکه شما این چشمتون این تنوع رنگ رو نبینه، که خیلی تأثیر وحشتناکی رو آدم میذاره. یه لحظه احساس میکنی که از 4 طرف دیوار به سمتت داره میاد. یا مثلا کرم رنگ هستن. من سفید رو توی مصاحبه‌ام تا الان نداشتم، ولی کرم رنگ رو داشتم، مغز پسته‌ای رو داشتم، دیوار چیز سنگ مرمر رو داشتم، که اونایی که اتفاقا توی اون بودن خیلی اذیت شده بودن،
چون میگفتن همیشه احساستون بود که تو حموم نشستی، یعنی هیچ وقت احساس اینو نداشتی که مثلا توی اتاق نشستی یا توی خونه نشستی، همیشه احساس میکردی توی حمومی، توی توالتی. بله، اینجور چیزا وجود داره و ممکنه که همون در و دیوار و سقف و اینا یه سفید وجود داشته باشه، زمینی که اونجا شما هیچی نداری، هیچی. من یه فیلم خارجی دیدم در رابطه با انزوا که سعی کرده بود سلول انفرادی رو و تأثیری که روی مغز میذاره رو بس بکنه، فیلم خیلی جالبی بود، دو روز پیش دیدم. اونجا من دیدم که سفید بود، سلول سفید بود، همه چیز سفید بود، ولی اونا شانسی که داشتن این بود که یه توالت خیلی تمیز توش بود و یکی هم این که مثلا بطری آب یا بطری شیر داخل سلول بود. در سلول هایی که من مصاحبه کردم یا خودم بودم، هیچ چیز که میگم یعنی مطلقاً هیچ چیز وجود نداره. یعنی اینکه شما مثلا اونجا یه ظرفی باشه یا مثلا یه امکاناتی مثل خودکار و کاغذ و یه هر چیز دیگه ای باشه، یه همچی چیزی وجود نداره. بنابراین و به نظر من همه اینها روی یک اصولی هست و کارکرد خاص خودش رو داره. ممکنه که اینم بوده باشه. بله، خیلی ممنون. آقای امیری بفرمایید، خودتون آن میوت کنین لطفا. فیروز جون اگر ممکن باشه، الان 49 دقیقه است، اگر ممکن باشه تا 10 دقیقه دیگه من خدمتتون باشم برای سوال ها و بعد رفع زحمت کنم. باشه، اشکال نداره، چون ایشون فردا دو تا برنامه دارن. باشه، یکی دو نفر دیگر رو میبینیم و با اجازتون دیگه دیگه. خیلی ممنون که در خدمتتون بودیم. بله، میتونم صحبت کنم؟ بفرمایید. بله، با تشکر خیلی زیاد از خانم محمدی، جدا ممنون از تشریف فرماییشون. سوال من یا درصد صحبت کوتاهی که من داشتم، با توجه به قوانین شدید اسلامی و فشارهای اقتصادی که واقعا یه جوری بر فرهنگ به اصطلاح مردم ایران به اصطلاح فشار میارن، که این هم به نوعی فرهنگ سازی میکنه، چون فرهنگ فشار به اصطلاح انواع و اقسام فرهنگ های مختلف منفی رو درست میکنه در جامعه. حالا با توجه به این فرهنگ سازی های و مشکلاتی که این نوع فرهنگ ها در جامعه درست میکنن، به عنوان به اصطلاح کسی که طرفدار مثلا نهادهای حقوق بشری هست، میخواستم ببینم که برای برون رفت از این شرایط پیغام شما به این مثلا به ما که الان پای صحبت شما نشستیم و جامعه جهانی، چه عاملی عاجل هست و چه عاملی اصلی و اصولی که شما فکر میکنید از این شرایط مردم ایران میتونن به سلاب یه برون رفت داشته باشن. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خانم پروانه حسینی شما بفرمایید، خودتون آن میوت کنید لطفا. سلام، صدای من میاد؟ بله بله. سلام، پروانه حسینی هستم، نرگس جان محمدی، از عضو کوچکی از جنبش زنان ایران. خانم محمدی جان، من این صحبت‌های شما رو مدتیه دارم دنبال می‌کنم در مورد اینکه زندان انفرادی شکنجه سفید محسوب بشه. خیلی دارم سعی می‌کنم که به یه شکلی خودم بفهممش و بتونم به کارهایی که می‌کنم ربط بدم. امروز که شما داشتین صحبت می‌کردین در مورد مسائل مختلف از جمله فقر و حجاب و طلاق و مسئله سوختبری و کولبری همراه با زندان انفرادی، داشتم فکر کردم که تمام اون نکاتی که فرمودین به نظر میرسه که به صورت سیستماتیک حکومت ایران از آدم‌ها در سطوح مختلف جور سازی میکنه. یعنی حتی مثلا وقتی فقیرشون میکنه و بعد به خاطر اون فقر آدم ها به کولبری و سوختبری و کارهایی که جرم محسوب میشه انجام میدن، با فقیرسازیشون میبرتشون به سمت اینکه مجرمشون بکنه.
زنان در مورد حجابشون، اینکه حق طلاق نداشته باشن، میبرتون به سمت اینکه مجرم بشن، کارایی بکنن که مجرم بشن در سطوح مختلف. و این جرم‌ها جرم‌های غیر امنیتی، غیر سیاسی و نسبتاً خرد هستن، ولی وقتی میرن توی زندان، الان این رو به فکر من انداخت که دوست داشتم با خودتون مطرح کنم و نظرتون رو بدونم. حالا اگرم الان اینجا فرصتی نشد، به هر حال بگم که اینجوری به فکر من رسید که وقتی این جرم ها، وقتی این جمعیت بزرگ رو حکومتیوار میبره به سمت اینکه مجرم بشن و هر وقت که بخواد دست بذاره رو هر کدومشون، ببرتشون تو زندان، یه بهانه‌ای داشته باشه چون یه جرمی رو مرتکب شدن، و توی زندان اون موقع با چیزهایی مثل زندان انفرادی جرمشون رو تبدیل بکنه به جرم امنیتی، جرمهای سنگینتر، و همطور که شما گفتید مثلا یه کولبر به خاطر مسئله فقر رفته به کولبری رسیده، از کولبری یه اعتراضی کرده، وقتی سرکوب شده بعد رفته زندان به جرم کولبری، و اونجا ممکنه که از با همون شکنجهی که داره میشه، شکنجه زندگی میشه، اعترافی بکنه که اعترافش وصلش بکنه به جرمهای امنیتی که همطور که گفتین میتونه محکومیت های بزرگی مثل اعدام داشته باشه. نمیدونم حالا این چیزی که من به نظرم رسید، میگم چون دنبال دارم میکنم مدتی صحبت شما رو، و خیلی هم برام سواله که از لحاظ قوانین بین المللی آیا زندان انفرادی شکنجه آیا محسوب نمیشه مگه، و از لحاظ از این لحاظم اگر اینطوری نیست، خب خلأ بزرگیه که من حقوق بشری نیستم، ولی فکر میکنم که اگر اینطوریه، خب به هر حال ما هم باید یه سهمی داشته باشیم تو این که بخوایم که زندان انفرادی شکنجه محسوب بشه. و خیلی ممنون خانم محمدی جان، خیلی خوشحال هستم که پای صحبت شما نشستم، میدونم روز خیلی پرکاری رو گذروندین، خسته نباشین و خیلی ممنون. خیلی ممنون. آخرین سوالم از آقای باجغلی میگیریم و متاسفانه دیگه نمیتونم، چون که ایشون باید برن. آقای علیرضا بفرمایید. آقای باجغلی خودتون رو لطفاً آنمیوت کنین و سریع اگه ممکنه. بله صدای من میاد؟ بله بله بله. با تشکر از خانم نرگس محمدی و با خوشحالی از اینکه در از زندان آزاد شدن و در اومدن در با این شرایط سختی که ساعت نزدیکای صبح هست و به با حوصله و با صبر جواب سوال را دادن. من فقط یه سوالی داشتم که این کتابشون از نشر باران در سوئد چاپ شده، آیا در آمریکا این کتاب چاپ شده که از کجا میشه کتابتون رو گرفت، و بعد آیا ترجمه رسمی شده کتابتون به زبان‌های دیگه، و اینکه شما در مورد خب فقر احتمالاً ما کاری از دستمون نیست، ولی در رابطه با مسئله حقوق بشر پیشنهاداتتون در رابطه با این مسئله شکنجه سفید برای تماس با سازمان‌های حقوق بشری چیه؟ و یه سوال دیگه که شد ولی به طور چیز بود، آیا به نظر شما این تحریم‌هایی که از طرف آمریکا گذاشته به فقر دامن زده؟ چون مسلماً اون حکومت که ضرر نمی‌بینن، از تازه به نفع اونا هست که از راه‌های راندخاری و دور زدن تحریم‌ها و ازشون هم شاید بهتر شده باشه. آیا فکر نمی‌کنی این تحریم‌های آمریکا بیشتر به ضرر مردم شده تا حکومت؟ خیلی متشکرم. خیلی ممنونم خانم محمد، بفرمایید. و دیگه متاسفانه باید اجازه بدیم که ایشون برن، چون که الان ساعت تقریبا 6 صبح در ایران. خیلی ممنونم، بفرمایید. قربونتون. ببینید من در واقع با صحبت که دوستمون کردن که قوانین اسلامی و فشار اقتصادی و مجموعه این عوامل به طور غیر مستقیم دست به یک فرهنگ سازی میزنه. بله، وقتی که قانون توی یک جامعه چیزی رو برای همه الزام بکنه، همین الزام آور بودن و تکرار این قانون، قانون رو در مقام فرهنگ سازی قرار میده، و نقش قانون هم همین هست. یعنی هر وقت که آدم ها به دنبال قوانین مترقی هستن برای اینکه جامعه بهتری داشته باشن، برای اینکه فرهنگ بهتری توی جامعه داشته باشن، خب این نقش معکوسش هم همینه. وقتی که شما قوانین متحجر و عقب مونده ای دارین، قوانین ضد زن دارین،
این فرهنگی رو توی جامعه رایج میکنه که اون فرهنگ هم مثل اون قانون کار میکنه، ضد زن هست، حقوق زن رو تضییع میکنه. و بنابراین این اصراری که توی در واقع اون کمپینی که راه افتاد برای 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین در جمهوری اسلامی ایران، بیشتر نگاهش به همین موضوع بود که قانونی که نوشته شده و در واقع از فقه، از شریعت گرفته شده و ضد زن هست، مادامی که این قانون وجود داره، در واقع ما توی جامعه دوچار این بحران ها و خشونت ها هستیم. ببینید که بحث خشونتی که من داشتم میگفتم، گفتم که به مرحله، به بحرانی رسیده که الان دیگه بایستی که در واقع واقعا برای برون رفت از این بحران حتی جامعه باید یه فکری بکنه. مثلا قتل های ناموسی رو، من یادم سال 85 این موقع ها بود با خانم بختیار نژاد، پروین بختیار نژاد، مرحوم بختیار نژاد، ما رفتیم خوزستان برای قتل های ناموسی. قتل های ناموسی بود، ممکن بود توی خوزستان اتفاق بیفته، ممکن بود توی بعضی جاهای کشور که حالت قبیله‌ای عشیره‌ای داره، اینکه دختر عمو با پسر عمو باید ازدواج بکنه و اگر دختر اراده میکرد با کسی دیگه ازدواج کنه، برادر و پدر سرش رو میبریدن. مثلا ما حتی رفتیم یه چند تا کیس اینها رو، حتی خانواده ها رو دیدیم که اینها بعضی دخترها که در خطر بریده شدن سرهاشون قرار می گرفتن که بهش مفتن قطرهای ناموسی، به خونه بعضی از این شیوخ یا سادات پناه می بردن و پدر و برادر بر اساس فرهنگ اون جامعه اجازه ورود به اونجا رو نداشتن. من با این آشنا بودم، ولی از وقتی که آزاد شدم با یک آمار خیلی تکوندهنده از قطرهای ناموسی من مواجه شدم که فکر می کنم که هم در واقع محدوده جغرافیایی اون خیلی گسترده شده، چیزی که نباید توی کرج وجود داشته باشه، چیزی که نباید توی تهران وجود داشته باشه، ولی الان شاهد قتل‌های ناموسی در این قبیل شهرها هستین که قبلا نبوده و شاید چند وقت یک بار این اتفاق میافتاد که یه قتل ناموسی در جایی توی خراسان اتفاق بیفته، ولی الان آمار جدی رو به خودش اختصاص داده. ببینید وقتی میگم که ما در واقع علاوه بر این که خشونت رو از جمهوری اسلامی ایران، از فرهنگ، از در واقع نظام مردسالار ضد زن و از مردانمون داریم، ولی فقر اومده روی همه اینها سایه انداخته و همه اینها رو تشدید کرده، واقعا با چیزهایی مواجه میشید که فکر میکنید که اصلا قطرهای ناموسی رو سال 85 من با خودم فکر میکردم که اگر که به لحاظ فرهنگی توی این محیط ها کار بشه، ممکنه که ما بتونیم به حد اقلی نزدیک به صفر برسونیم. پس چه اتفاقی میفته که نزدیک 1400 ایم و ما با رشد آمار قتل ناموسی مواجه میشیم؟ واقعا چه توجیه پشت این هست؟ خشونت چگونه اوریان داره خودش رو تو جامعه نشون میده؟ بله، اگر قانونی، اگر توی این شرایط قانون بازدارندهی هم وجود نداشته باشه، خب طبیعتاً این خشونت رو دیگه نمیشه مهارش کرد. و این چیزی که شما میفرمایید کاملاً درست هست که قوانین برگرفته از فقه و این قوانینی که ضد زن وجود داره شرایط رو برای زنها خیلی سخت کرده. و شما فرض کنید بچه های ما که توی خانواده های بزرگ میشن که توی اون خانواده زن نصف مرد ارث میبره، زن شهادتش نصف مرد هست، یعنی دو تا زن معادل یک مرد هست، یا حضانت یا هر کدوم، یا حتی مجوز خروج زن به اراده و به مجوز و رضایت شوهرش بستگی داره. شما فرض کنید که بچه هایی که توی این محیط بزرگ میشن با چه نوع فرهنگی بزرگ میشن و چقدر برای اونها عادی خواهد شد که همین تحقیر و دست دوم و دست انوم فرض کردن زن رو توی جامعه هم ببینه. آیا شوکی به اون وارد میشه یا یک روال عادی هست که در خانواده هم شاهدش بوده، حالا در جامعه هم شاهد هست؟ و این خیلی نقش مهمی داره، قانون نقش مهمی در فرهنگ سازی داره. و چیزی که دوستمون گفتن که بهش فکر میکنن که بله، با در واقع ابزار فقر
توی جامعه سرکوب‌های شدیدی اتفاق میفته، از شدت فقر کولبر میشه و کولبری رو کاری غیرقانونی تلقی میکنن، از شدت فقر سوختبر میشه و اون رو قاچاقچی سوخت معرفی میکنن و هر کدوم اینها به یک جرم تبدیل میشه و در واقع قربانی فقر حالا یک بار دیگه قربانی میشه به عنوان مجرم. یعنی این قربانی ها هی بازتولید میشن، یک قربانی یک بار قربانی نمیشه در نظام جمهوری اسلامی ایران، بارها و بارها در جایگاه قربانی میشینه، بلند میشه دوباره در جایگاه یه قربانی دیگه میشینه و این خیلی دردآور هست. در رابطه با حمایت سازمان های حقوق بشری از سلول انفرادی به نظر من نقش بسیار مؤثری میتونه داشته باشه. ببینید این که مبارزه با سلول انفرادی و کسانی که قربانیان این شکنجه بودن، روایت هایی که میشنوید، بحث هایی که میشه، چیزهایی که نوشته میشه و فعالیت هایی که روش انجام میشه، فعالیت های مدنی که روش انجام میشه، باید در واقع همراه بشه با حمایت هایی از سازمان ها و نهادهای بین المللی و حقوق بشری و ایرانیانی که خارج از کشور هستن ولی در واقع دل در گروه آزادی سرزمینشون دارن. اگر همراه بشه قطعا ما یک برایند نیروی قوی تری خواهیم داشت برای مبارزه با سلول انفرادی. نقش بسیار مهمی میتونه داشته باشه. اینکه سلول انفرادی امری غیر قانونی در خود جمهوری اسلامی ایران هست و با قوانین خود جمهوری اسلامی ایران در تضاد هست و در واقع عوامل و اوامر و مأمورین، دادستان، بازپرس، همه اینها مرتکب عمل غیر قانونی شدن، به نظر من بحث خیلی مهمی هست که میتونه توی محافل حقوق بشری صورت بپذیره. اینکه این یک شکنجه هست و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه رو منع میکنه، بحث مهمی هست که در واقع اینا دیگه نقش حمایت‌های بین‌المللی رو میطلبه. در رابطه با تحریم‌ها صحبتی که کردید اینه که تحریم‌ها، مثلا من وقتی توی زندان اوین بودم خیلی کیس‌های مختلفی رو اونجا میشنیدم که حتی یک بار من خبر آوردن یک در واقع پسر جوان که نمیشه گفت نوجوانی که به 19 تا 20 ساله بود آورده بودن به دلیل همین دور زدن تحریم ها که از قبل اون چه پولهایی که قابل تصور برای ما نبود مطرح میشد. اینا یه نفر دو نفر نبودن، یه بندی بود که توی اون بند تعدادی از همسران همبندی های ما اونجا بودن که این اخبار اطلاعات رو ما ازشون میگرفتیم و اون این بود که چه آدم هایی رو در چه سطحی، حتی سطح کلان هم نه، با چه مبالغ هنگفتی توی دور زدن تحریم ها که البته اون پول ها که واقعا قابل بازگشت به ایران نبود بازداشت میکردن و اونجا آدم میفهمید که در از قبل این تحریم ها در واقع وابستگان به جمهوری اسلامی ایران چه پولهای کلانی به جیب زدن و چه فقری چنبره انداخته به جامعه ایران و قربانیانش روز به روز افزایش پیدا میکنن و این آسیب بزرگی به جامعه ایران خواهد زد. جامعه ایرانی که در تقلای رسیدن به یک مطالبات در سطحی از مطالبات سیاسی، فرهنگی و مدنی بود، متاسفانه با درگیر شدن با همین چالش فقر هم سطح و مدار خودش رو از دست داده، هم مطالباتش تنزل کرده و همونطور که اول بحث هم گفتم حتی نوع کنشگریش عوض شده و این آسیب‌های بزرگی به جامعه ما خواهد داد. خیلی ممنون از لطفتون، دست شما درد نکنه. فیروزه جون خیلی ممنون که این فرصت رو فراهم کردید که من دوستان عزیز رو ببینم و حرفاشون رو بشنوم. البته شما هم تو زحمت افتادید. دو تا سوال دیگه هست، ببینید فکر میکنین که نمیتونین اون دو تا سوال جواب بدین؟ خواهش میکنم. چرا نمیتونین؟ خواهش میکنم، خیلی سریع شکو بفرمایین، فقط دو تا سوال. خانم شکو بفرم. با سلام و خیلی ممنون هم از خانم محمدی، واقعا میدونم باید خیلی خسته شده باشین، تشکر. میدونم که شما در مورد این قضیه انفرادی قبلا هم اعتراض کردین، نامه نوشتین چند سال پیش. چشم اندازتون چیه؟ یعنی
چطور این رو میبینین که به کجا خواهد رسید این مسئله انفرادی اعتراضی که میکنین؟ یکی این که آیا راهی هست که خود اصل اعتراف رو زیر سوال برد به عنوان مدرک و سند بر علیه کسی که اعتراف، یعنی کلن میشه یه جوری بر علیه قانونیت اعتراف کاری کرد توی اون سیستم قضایی که هست که اعتبار اعتراف رو زیر سوال برد؟ و اینی که میدونم که گفتین که مردم مثلا به این اعترافات و اینا بهش توجهی نمی کنن، ولی تأثیری شما یعنی هیچ تأثیری بر روی روحیه جامعه نمی بینین وقتی اعترافات توی اعترافات علنی عمومی میشه توی مثلا توی تلویزیون اینجور چیزا؟ آیا فقط بر خود یعنی فرد گفتین، ولی بر روی جامعه چی؟ و سلولایی که داشتین توضیح میدادین، این سلولا میگین که اصلا پنجره هم نداره، البته من کتابتون رو خواهم گرفت، و پنجره نداره و هیچ نوری هیچ چیزی نیست، یعنی منظورتون این که حتی توالت و پتو برای خواب برای چیزی کاملا خالیه، هیچ چیزی اون تو نیستش؟ و گفتیم که این سلول ها برای زندانیان عادی نیستش، درسته؟ فقط برای زندانیان امنیتی مدنی و اینجور چیز هستش. چندین سواله ولی خیلی سریع هر کدوم جواب دادید، مرسی، ممنون میشه. ببخشید به من گفتن که دیگه سوال نگیریم و جلسه رو تموم میکنیم چون سخنان خسته هستن آقای علیرضا، خیلی متاسفم. بفرمایید خانم نرگس، بفرمایید و دیگه متاسفانه نمیتونیم از کسی سوال بگیریم. خیلی ممنون. ببینید این که تاثیر اعتراف بر جامعه آیا وجود داره یا نه، بله متاسفانه وجود داره. حتی اگر جامعه این اعتراف ها رو نپذیره که به نظر من خیلی مهمه، اما این به این معنی نیست که بازجوها از اعتراف استفاده نمی کنن. و این اعتراف گویی این که از سوی افکار عمومی پس داده میشه، ولی واقعیت اینه که تأثیر منفی میذاره، به هر حال تأثیر منفی میذاره، موجی از یأس، ناامیدی و ترس. ترس از این که اگر من هم فعالیت بکنم و سلول انفرادی برم، حتی اگر اعترافی بکنم که به موجب اون اعتراف من حکم سنگین نگیرم، اعدام نگیرم یا این قبیل اتفاقا برای من نیفته، ولی واقعیت اینه که من باید بیام توی چشم مردم وایسم و چیزهایی رو بگم که خودم هم اعتقاد ندارم، مردم هم اعتقاد ندارن، و این پیام بد رو به جامعه خواهد داشت که در واقع اونها قدری دچار احتیاط و محافظه‌کاری بشن برای وارد شدن به فعالیت‌های سیاسی و مدنی. این پیامد بد اعتراف به خصوص وقتی که از تلویزیون پخش میشه در سطح عمومی، بله این تأثیر رو داره. اینکه سلول انفرادی رو چجوری میشه متوقف کرد به نظر من خیلی دشوار هست. ببینید واقع بینانه باید به این قضیه نگاه کرد. ما نیاز به یک فشار زیادی داریم که بتونیم جمهوری اسلامی ایران رو در این مسئله قدری کندش بکنیم. شما اگر سلول انفرادی رو از دست نهادهای امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات بگیرین، اونها برای وادار کردن یک روزنامه‌نگار، یک فعال مدنی، یک فعال جنبش زنان، یک فعال کارگری، یک فعال معلم، از چه ابزاری میتونن استفاده بکنن؟ آیا باید از کابل استفاده بکنن که الان از شکنجه فیزیکی تا حد امکان استفاده نمی‌کنن؟ البته در شهرستان‌ها و بعضی جاها هنوز وجود داره، ولی در سطح عمومیتش رو دارم میگم. سلول انفرادی ابزار دست بازجو هست برای اینکه در واقع متهم رو هم براش پرونده سازی بکنه، بتونه حکم بگیره، بگه که بازداشت من بی دلیل نبوده، به این دلایل من این کار رو کردم، هم برای این که این پیام رو به جامعه بده که شما در واقع اگه فعالیت هم بکنید توی یک چنین موقعیتی قرار میگیرید و متحمل یک چنین حبس و شکنجهی میشید، و این ایجاد ترس و رعب و وحشت هست برای این که جلوی فعالیت‌ها رو بتونن بگیرن یا حداقل بتونن کنترل بکنن که در سطح گسترده‌ای باهاش مواجه نشن.
بنابراین میخوام بگم که سلول انفرادی برای بازجوها و برای نهادهای امنیتی کار میکنه، سلول انفرادی برای قوه قضاییه کار میکنه. ببینید وقتی من رو میبرن که خب من که سند و مدرکی علیه من وجود نداره، همین صحبت که دارم با شما میکنم، خب چه جرمی دارم مرتکب میشم؟ یا اگر چیزی مینویسم و جایی منعکس میشه چه جرمی مرتکب میشم؟ بنابراین رفتارهای ما مسالمت‌آمیز، مدنی و شفاف هست و بر اساس این رفتار ما اونها نمیتونن دلیلی برای اتهام و مجرمیت ما داشته باشن. ناگزیر هستن که ما رو سلول‌های انفرادی ببرن و از ما اقرارهایی رو بگیرن که اون اقرارها دروغه، ولی به هر حال دلیل بر در واقع محکومیت ما خواهد شد. بنابراین هم برای قوه قضاییه کار میکنه، هم برای نهادهای امنیت برای کنترل جامعه کار میکنه. از دست گرفتن یک چنین ابزار مهمی از دست نهادهای امنیتی آسون نیست، دشواره. و بنابراین اینی که من میگم که فعالانی که در خارج کشور هستن اگر بتونن روی مسئله سلول انفرادی، مسئله شکنجه در واقع کار بکنن، شکنجه در هیچ جای دنیا متوقف نشده مگر اینکه قربانیان شکنجه در مورد اون شکنجه حرف زدن و یک اراده ای از طرف مردم برای توقف اون شکنجه به وجود اومده. ما راهی جز این نداریم. ما اگر منتظر نشستیم که جمهوری اسلامی ایران بگه که من سلول رو چون شکنجه هست متوقف، رأی وحدت رویه است، رأی دیوانه، به صراحت میگه این شکنجه است، چطور اعمال میشه؟ برای اینکه کار میکنه. و اگر ما منتظر اینیم که اونها بر اساس غیرقانونی بودن عقب نشینی بکنن، به نظر من هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. ما راهی جز این نداریم که علیه این شکنجه مبارزه بکنیم. و خب من میخوام بگم که نهادهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، سازمانهایی مثل شما، ایرانیانی مثل شما که نهادهایی دارن که بالاخره میتونن تو دستور کار خودشون قرار بدن، در رابطه با اون بحث بکنن، گفتگو بکنن، به افکار عموم میارن، کار رو به محافل حقوق بشری بکشونن و اعتراض‌ها رو بتونن سازماندهی بکنن، این به نظر من حداقل کاریه که میتونیم الان انجام بدیم. ما در رابطه با سلول انفرادی در واقع هم به جامعه باید آگاهی بخشی داشته باشیم که جامعه بدونه که این چه نوع شکنجه‌ای هست و چجوری باید باهاش مقابله بکنه، فعال مدنی بدونه چه اتفاقی تو سلول میفته، از طرفی مجامع حقوق بشری که گاهن دوچار خطاهایی میشن و حتی دوچار فریب هایی از طرف جمهوری اسلامی ایران میشن که به مقولاتی میپردازن که شاید از اهمیت کمتری برخوردار هست، ما میتونیم در واقع اونها رو مجاب بکنیم که به مسائلی میپردازن که برای جامعه ایران امر ضروری هست، برای تداوم مبارزات ما امر ضروری هست و اون یکی از اونها میتونه شکنجه و به خصوص شکنجه سفید در سلول انفرادی باشه. خیلی ممنون. خیلی ممنون. فقط سوال کردن که کتاب شما رو در آمریکا چطور میشه تهیه کرد؟ آه بله بله، این آمریکا رو نمیدونم، ولی میدونم که نشر باران در سوئد زبان فارسیش رو منتشر کرده، زبان سوئدیش هم هفته گذشته منتشر شد، زبان انگلیسیش در دست انتشار هست. تا جایی که میدونم امروز هم توی این کلاب هاوسی که بودیم آقای مافان، یعنی همون انتشارات باران، حضور داشتن، گفتن که به 10 زبان داره ترجمه میشه و حتی این رو هم گفتن که برای تهیه کتاب با همین انتشارات باران در سوئد آقای مسعود مافان تماس گرفته بشه. من شماره تلفن آقای مسعود مافان رو فیروزه جون برای شما میفرستم. خیلی ممنونم. اگر لازم داشتین تماس بگیرید. متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. واقعا منت گذاشتین سر ما. خیلی متشکرم که در این ساعت خواهش. خیلی خوشحال شدیم و من تا به حال یک همچین جمعیتی رو در زوم ندیده بودم. قربون شما برم. خیلی ممنون از محبتتون. زنده باشید. قربون شما. دستتون در نکنه. خیلی ممنون. متشکرم. شبتون خوش. روزتون خوش. شبتون. مرسی. قربون. خواهش. بای بای.